سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من عادل فردوسی پور هستم و اینجا در برنامه 360 منتظریم که پژمان جمشیدی برسه. پژمان جمشیدی سر کارمون گذاشته بدا، یعنی بد جور گذاشته سر کار، ولی میرسه. تا فکر کنم یه 7 8 دقیقه دیگه میرسه. یه مهمان بسیار عزیز داریم قسمت اول برنامه، بعد قسمت دوم برنامه بعد از اینکه بازی تموم شد مهمون خیلی عزیز داریم، یعنی جفتشون خیلی عزیزن ولی به لحاظ سنی من گفتم خیلی عزیز. و اینکه خیلی از شما تشکر میکنیم که همراه ما هستید، همراه 360 هستید، برنامه‌مون رو دنبال میکنید و از طرق مختلف همیشه به ما لطف داشتید. خیلی از طریق اپلیکیشن ما رو دنبال میکنند، خیلی از طریق صفحه اینستاگرام لایو ما رو میبینند یا آیتم‌های ما رو اونجا تماشا میکنند، یه سری از طریق یوتیوب همراه ما هستن، به خصوص از اینکه خارج از کشور هستن از طریق یوتیوب مصاحبه ها و بخش های مختلف برنامه رو تماشا میکنن، کانال تلگرام ما و سایر راههایی که هست. خیلی خوشحالیم که اینقدر همراه ما هستید، ما رو دنبال میکنید. میدونم تماشا کردن برنامه لایو از طریق اینستاگرامی که فیلتر هست کار سختیه با توجه به سرعت اینترنت و این داستانا، ولی ما سعی میکنیم که بلافاصله بعد از اتمام برنامه، حالا بلافاصله منظورم یه یکی دو ساعت بعدش هست، که بذاریم روی اپلیکیشن و روی سایت که اون عزیزانی که به حال فیلتر شکن ندارن یا سرعت اینترنت شما مناسب نیست از اون طریق بیان و ما رو تماشا بکنن. ما برنامه اول من خود پژمان بودیم، بعدش جواد نکونام بود، بعدش کریم باقری، مسعود شجاعی و امروز هم دیگه حالا معرفی کردیم که کدوم عزیزی در بخش اول و کدوم عزیز در بخش دوم مهمان ما هستن، که مطمئنم که بحث و گفتگوی جذابی خواهد شد و مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. خب ما فکر میکنم هلوش 45 دقیقه دیگه تیم ملی فوتبال کشورمون آخرین بازی مرحله حذفی رو انجام میده، دیگه تمام تیم و تکلیفشون مشخص شده. تیم 7 تا از 8 تیم راه پیدا کرده به مرحله جام نهایی مشخص شده، تکلیفشون ژاپن هم به راحتی تونست بحرین رو شکست بده و مونده ایران و سوریه، که اگه ایران بازی رو ببره شنبه بازی بعدی برگزار خواهد شد و بازی ایران و ژاپن در واقع انجام میشه. ترکیب تیم ملی رو ببینیم، حالا تا ببینیم که وضعیت کاملا محتمل بود. ترکیبی که هست، روزبه اومده در خط دفاع جای عکس روزبه ما الان کنانی زادگانه، ولی این روزبه چشمی قرار گرفته. احسان آیصفی وسط زمین، سامان و سعید، مهدی قائدی و جهانبخش دو سمت و مهدی طارمی هم پشت سر سردار آزمون قرار میگیره. در خط دفاعی با توجه به اینکه کنانی زادگان که در تصویر میبینیدش محروم هست و نمیتونه بازی کنه دیگه، مجید حسینی هم که نرسید به مسابقه و روزبه رو یه خط آوردن عقب‌تر که در خط دفاعی در کنار شجاع خلیل‌زاده بازی بکنه. بعیده که سوریه بتونه خیلی ما رو اذیت بکنه و اتفاق خیلی خاصی در این مسابقه رقم بخوره، ولی به هر حال سوریه هم تیم بدی نشون نداده. بازیکنای دورگه‌ای که داره، بازیکنایی که از کشورهای مختلف جمع‌آوری کردند، به هر حال میتونه رقیب دردسرسازی هم باشه. نکته‌ای که هست اینه که ما فاصله بازیمون خیلی کمه دیگه. ما الان امشب که بازی می‌کنیم که چهارشنبه آخرین بازی هست، شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اگه بازی رو انشالله ببریم در برابر ژاپن بازی مرحله یک چهارم نهایی رو انجام میدیم. خیلی فاصله کمه، کلا دیگه ای اف سی از ای اف سی خیلی بیش از این نمیشه انتظار داشت. یه موشن داریم راجع به تیم ملی فوتبال کشورمون و یه بررسی کرده با سوریه وضعیتون به چه ترتیبه و یه سری اطلاعات آماری در اختیارتون قرار میدیم ببینید. بعد ببینیم روی لایو شما الان فعلا ما کامنت ها رو باز گذاشتیم و میبندیم شما، ولی هیچ یه سری بزنید بشه خون داخل آمست همه شما. و پژمان جمشیدی هم داره زنگ میزنه الان به من، آیه پژمان خواهم رو آنتن هستیم، چی میگی آقا جان؟ الان بچه ها میان پایین، اومدم پایین در رو باز کنم. بله، این هم از آقای جمشیدی. بریم اون موشنه رو با هم ببینیم.
بله، ما الان ساعت هم بگن 6:47 دقیقه است، یعنی 43 دقیقه دیگه ما بازیمون در برابر سوریه آغاز خواهد شد. آخرین بازی محله یک هشتم نهایی رقابت های جام ملت‌های آسیا هست. آقا چشم می‌بندیم کامنت رو، چند تا کامنت می‌خونم تا پژمان برسه، بعد کامنت ها رو می‌بندیم. یه چیزی هم بنویسید که بتونم من بخونم. صدام ضعیفه بچه‌ها، رو میگم تقویت کنن صدای من. من دیگه از این بزرگ بلندتر نمیتونم صحبت کنم. اینکه درد و بله من تو سر کی بخور و اینا، بی خیال چی بابا، نمیتونم بگم که و آها من خیلی وانشته بازم خدافظی نکنم. آقا من خدا وسط آنتن زنگ زده، من چی بگم؟ خدافظی چی بکنم از پیج ما؟ بعد خدافظی نکردم از، ولی معمولا خدافظی سعی میکنم بکنم، ولی معمولا نمیکنم، شاید هم نکنم. این یکی استثنا، پیجمان درست میگه. ما کلا آمارمون در برابر سوریه خیلی جالبه. یه سری آمار میگن 30 تا بازی مقابل هم انجام دادیم، یه سری میگن 29 تا بازی انجام دادیم. یه بازی هم چون تیم حاضر نشده و سه هیچ شده، سر همون میگن که 29 و 30 بین اونا تردید وجود داره. برای همین ما کلا هم یه بار فقط باختیم به سوریه، یعنی کل آمارمون در برابر سوریه همیشه برد بوده. آمارمون خیلی آمار بسیار خوب و درخشانی بوده و انشالله که این اتفاق رقم بخوره. فکر کنم کامنت بچه‌ها بستن. کامنت جدید من باید چیز می‌کردم. بعد یه نفر گفته روزبه خدا کنه پنالتی نده، نمیده، فکر نمی‌کنم در برابر سوریه. راستی بچه‌ها آینم درست شد، هم ایران سوریه شد، روزبه اومد جای کنعانی زادگان، بازی ما در برابر سوریه که تا لحظه دیگر انجام میشه. و بگم خدمتتون عزیزانی که زنده الان، اونا که زنده هستن همراه ما هستن که هیچی، ما برنامه مثلا فرض کنیم بازی ساعت 9:30 تموم بشه، به وقت اضافه هم نره، آخرش تا 10:30 تموم میکنیم. فکر میکنم دور و بر ساعت 12:30 1 این هول و هوش، حالا یکم اینور و اونور، روی سایت و اپلیکیشن میتونید برنامه ما رو تماشا کنید. و حالا بچه هم اگه تونستن بعداً آدرس فضاهای مجازی ما رو زیرنویس هم میکنن که اونایی که در واقع اپ و سایت رو تماشا میکنند بیان و برن سر بزنن. ما الان اینستامون که تیک آبی رو داره، آدرس تلگرام، کانال تلگراممون هم همشون همون ftc360_ir هست آدرس ما. خب آقای پژمان خان زحمت کشیدن تشریف آوردن. آقای پژمان خان بیا بابا جان، بیا مهم علی خودت حالا بیا بابا، نمیخواد ماش رو بسید کنیم. بابا سلام علیکم. سلام علیکم. خب سلام علیکم، ببخشید من دیر اومدم، شرمنده شدم. پدر ما رو در آوردی تو، یعنی پدر ما رو در آوردی، یعنی به این جدیت نیست، اصلا به این جدیت نیست. سلام کنم، اجازه هست؟ اجازه هست؟ سلام خدمت همه بینندگان عزیز و محترم فوتبال 360. خیلی معذرت میخوام که دیر اومدم، به خود من همه تلاش هم میکنم سر فرصت سر موقع بیام، ولی متاسفانه امروز هم یه برف نموری تهران اومده بالای تهران و یه ذره ترافیک بیشتر شده بود. من از فکر میکنم 4:40-45 دقیقه از لوکیشنی که بودیم اومدم و بازم نرسیدم سر موقع. خیلی شرمنده شدم، عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، امیدوارم که آیا من نبودم چیکار میکردی؟ دیگه بودی دیگه، مگه میشه تو نباشی؟ نه خب من برنامه قبل مثلا مهمونم میشه، خوش سرزبونم از اوف میشه صرف میزد فلفل تیز و بلا میشه صحبت کنی، ولی خیلی معذرت میخوام. حالا بگو آبرو ما رو بیشتر ببر. خب یه کلیپی با هم ببینیم. بله بازم معذرت میخوام. خیلی خب بسته دیگه، باشه دل نمی کنی بابا. یه کلیپ ببینیم. ببینیم. خیلی ببخشید همگی. سلام کاظمیان خوشگله. من کاظمیان، یک ضربه دیدنی و توی دروازه، یک گل فوق‌العاده از کاظمیان، بازیکن جوان تیم سایپا. اجازه بدید ببینیم تکلیف این توپ چی میشه. کاظمیان روی پای چپ خودش و توی دروازه، توی دروازه جواد کاظمیان. کاظمیان یک ضربه دیدنی و گل دوم، گل دوم رو هم میزنه و مثل که هر بازی که گل بزنه باید کارت زرد بگیره این جواد کاظمیان. یک ضربه دیدنی و گل، گل دوم رو به زیبایی هر چه توانتر میزنه جواد کاظمیان. این بار دیگه پیراهنش رو در نمیاره. احسانت عالی روی دروازه و گل پرسپولیس توسط جواد کاظمیان. حالا ضربه رو کاظمیان مستقیم میزنه و توی دروازه.
توی دروازه. جواد کاظمیان قرار گرفته میزنه ضربه رو به توی دروازه. گل برای پیروزی تهران. جواد کاظمیان این بهشون هشدار میده که چیکار کنه. یه فرصت برای پرسپولیس توی دروازه. اشتباه خود رحمتی این گل رو برمقام آورد. حالا مرداد میناوند یه پاس بسیار خوب برای جواد کاظمیان در این موقعیت بسیار خوب. کاظمیان هست و دروازه پیام دو سه بازیکن از پیش رو برمی‌داره و حالا توی دروازه. کاظمیان اما این کارو انجام میده و توی دروازه. توی دروازه. بزن موقعیت برای سپاهان و گل. دروازه باز میشه. نتیجه رو 1-1 به معنی جریمه مستقیم میزنه و توی دروازه. گل برای تیم تراکتورسازی جواد کاظمیان. جواد کاظمیان. جواد کاظمیان. تلاش کرد دوباره موقعیت برای تراکتور و گل. گل برای تراکتور. یک پاس تراکتور پیش میفته. کاظمیان is through. Runs into space. کاظمیان. Great goal. خداییش گلای خوبی زد. یه دونه خیلی خوب زده بود. بسیار خوب. ما اینقدر تو این برنامه با عادل عزیز اسم جواد کاظمیان آوردیم چون یه مقطعی از فوتبال من مصادف شد با روزهای خوب جواد کاظمیان. خب از من جواد جوان‌تر بود، 3-4 سالی از من کوچیک‌تر بود، ولی از سایپا و بعد هم پرسپولیس با هم همبازی شدیم و به نوعی من جورش رو میکشیدم تو دفاع، جوادم گل میزد. ولی به جرات میشه گفتش که جواد کاظمیان یکی از محبوب ترین بازیکنهای دهه 80 پرسپولیس بود به خاطر گلهای خوبی که میزد، ایستگاهی‌های خوبی که میزد. و میگم انقدر من و عادل در مورد جواد حرف زدیم و ذکر خاطره کردیم ازش و یادش کردیم که تصمیم گرفتیم خودش رو دعوت کنیم بیاد اینجا و باهاش یک گپ مفصلی بزنیم. جواد کاظمیان خوش اومدی. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان برنامه 360، خدمت شما آقا پژمان، آقای فردوسی پور و مهمون عزیز برنامه که بعداً اضافه میشه و یه خسته نباشیدم خدمت بچه‌ای که دارن زحمت میکشن. اگه هول شده چون من نزدیک مدت نیده یادم اساسی که دیدم ازشان خواهشام راحت باشی. من راحت خوبیه پژمان. منم خود هم بازی بودم قبلا. یه دست بزن بهم ببین منم پوست و گوشت و استخونم، هیچ فرقی با تو ندارم. چرا دیر اومدی؟ خدای مظلومیت شده آقای جمشیدی. آقای جمشیدی چرا دیر اومدی؟ آقا گفت دوست بود اینم نکنه ما باید جواب پس بدیم. یه رو وقت منو هدر دادی دیگه. فقط تو باشگاه یا داره میدوه، هیچ کار دیگه ای نداره. هیچ. صبح که با میشه وزنه میذاره تا شب. این شد زندگی. آقای پژمان خان اجازه میدیم حرف بزنیم؟ من کامنت شد بیاره. من کلی دایرکت دارم میگن به پژمان بگو یه ذره کمتر حرف بزنیم. من دیگه حرف اصلا من میخوام حرف نزنم به خدا. عادل میگه حرف بزنم. مگر من به خدا الان سر کار بودم اومدم اینجا، خدا شاهده از اینجا باید برم سر یه کاری تا صبح، دوباره صبح میرم سر کاری که صبح بودم. یعنی من باور کنید یه موقعی 3 شبانه روز نمیخوابم، نه که 10 دقیقه بخوابم بهتون دروغ بگم، چشمم رو هم نمیذارم. حالا دیگه آقای کاظمیان هست ایشون هست. من وکیل مدافع جواد است. جواد خیلی پسر خوبیه. حالا اینجوری ظاهرش نگاه نکنید. دارم چی ایرای دارم یه ظاهر. نه، این غلط انداز ولی پسر خوش داده یه ذره. آقای عادل خان. خاطر دست تعریف می‌کنم ازت. یه چیز عمود پژمان بگم. من سایپا که اومدم ببخشید اگه بود بچه‌ها. آقا پژمان سوگولی سایپا و آقای مایلیکو هم بود. من که اومدم حکومتش نابود شد. مایلیکو هم فقط میگه جواد. بعد پژمان را پرسپولیس، بعد 2 سال من رفتم پرسپولیس، اونجا هم حکومتش نابود شد. به خاطر همین یه راست میگه همه جا دنبال من میاد، الگوش بودم. یه گاردی جلوی من داره. ولی یه خاطره از پژمان بگم واسهتون. زمان آقای بلازویچ یه بازی داشتیم با تیم بوسنی تو تهران، جام ال جی 90,000 تو تماشاگر اومده بود. آقای مهدوی کیا نیومد، مصدوم بود. فینال من بودم، پژمان و مجاهد خضیرآبی سمت راست. بعد رضا چلنگر اومد و من گفت بازی میکنی. پژمان یه چند جا با من غر کرده، یکی از اونجایی که غر کرده بود اینجا. بعد اومد و من گفت کورنرها رو ازت سوال میکنه، کورنر 2 و 3 رو. من اصلا من پیستول نمیتونستم تو 3-5 رو بازی کنم. پژمان جلسه که رفتیم ترکیب گفتن با من غر کرد.
گفت تو چرا تو رو گذاشته منو نذاشته؟ گفت خب به من چه، تو نمیتونی پیستون بازی کنی. میشه کامل تعریف کنی؟ گفت برو بگو نمیتونی بازی کنی. عجب یا مردیه. گفت تو نمیتونی جواد. گفتم پژمان میتونم. رفتیم خودش اومد بود. قبل اینکه بریم تو بازی تو داشتیم گرم میکردیم، میگو جواد برو بگو نمیتونی. چه خط دروغ میگه به خدا. آدلخان رفتم تو بازی، گفتین من حرف نزنم تو 3-5 من کار دفاعیم ضعیف بود، کلا کثافت زدم تو بازی. بین نیمه اومد جای من به علی دایی هم پاس گل داد. دو تا پاس گل داد. بلازویچ هم اومد به من گفت تو بزرگترین شانس زندگی تو از دست دادی، با چک و لگد بین نیمه منو کشید بیرون. به خدا مقصر بود. خب پس من درست گفتم. گفتم برو بگو نمیتونم. همه خوب شد. عوض روحیه دادن باید به من اونجوری میگفتی؟ من به خدا نمیبخشمت. نه جدی در این حد اعتماد به نفس بهت گفت. به قرآن گفت جواب تو نمیتونی. قرآنو قسم نخور. گفت تو این کاره نیستی. برو بگو نمیتونی. نه خودش احتمالاً اومده به من گفته من واقعا نمیتونم. بس اومده نمیتونی برو بهش بگو. تازه اگه جوابو نمیذاش باید احتمالاً مجاهدو میذاشت. نه تو رو گذاشتین بین نیمه. نیمه دوم من آورد تو دیگه، دو تا پاس گلم دادم کاظمی محو شد. من هفت میذارم. البته یه دونه پاس گل داد اون یکی رو نمیدونم چه جوری میگه. یادم میاد فینال ال جی بود. یادمه که پژمان 90000 تا تماشاگر اومده بود. آره چون اجازه است، چون نزدیک بازی‌های اصلی بود و تیم ملی به ورژن جدید و مردم می‌خواستن ببینن، یه ورژن بلازویچ رو می‌خواستن ببینن. یادم بازی نیمه نهایی تیمی رو بردیم که پای آقای دایی پیچ خورد، اینقدر شده بود من نمیدونم چجوری تو دو روز رسید عادل پا اینقدر. ما اون موقع مثلا این آسیبی که آقای دایی دیده بود توی کشور ما تو اون موقع 6 ماه خونه بود، 6 ماه دو روزه اومد بازی کرد فینال گلم زد. نمیدونم از آلمان چی ریخ رو پاش، نمیدونم خوب شد سری خلاص. ما بودیم تخم مرغ و نمک. آقا این الان جواد خب بعد از اینکه فوتبالش گذاشت کنار، خب خیلی فکر کنم پیش آدم داشت که بیاد وارد عرصه چون مربیگری بشه، فوتبال جدی دنبال کنه. فوتبالم خیلی دوست داره. ببین خیلی هستن این فوتبالی ها من فوتبال دنبال نمی کنن. جواد شدیداً فوتبال دنبال میکنه. رئالی عجیب غریبه، یعنی از این دیوونه‌های رئال. و فوتبال ایران هم دنبال قشنگ یعنی فوتبال بین و فوتبال دوسته. حالا به هر دلیلی یکم قد و یکم اخلاقی عجیب غریب داره و اینا نرفته، هنوز نرفته سمت فوتبال که من فکر می‌کنم ته تهش باید بیاد یه کار چیکار بخواد. به قول تو تا آخر عمرت می‌خواد بدوی ماراتون رو نمی‌دونم. چی شد این ماراتون راستی؟ 10 کیلومتر و 39 دقیقه رفتم. پژمان تست کوپر یادته که 3 کیلومتر 3200 رو بعد تو 12 دقیقه می‌رفتیم. 8 و هیچ کدوم و هیچ کی نمیتونست بره. همه غر می‌زدیم، مربی بدنساز رو پشت می‌دادیم که آقا این تو فلان کابوس بود. آره من 3 تا تست کوپر رو پشت هم سر تایم که بری میشه زیر 40 دقیقه. خیلی سخت. خیلی سخته، ولی حالا من 5 6 ماه بود مربی گرفته بودم آقای محمد تاجمیر و جا دار اینجا ازش تشکر کنم. آقا خان دویدن حالمو خوب می‌کنه. نمیدونم چی تو مغز سرش رو میشه، میگن دوپامینه یه چیز دیگه هم از اونو نمیدونم. حالا هر کی به یه چیز معتاد، من به دویدن معتادم، حالمو واقعا خوب میکنه. اگه یه روز ندوام اون روز افسردم. فوتبال بازی میکنی الان؟ فوتبال آخرین بار با خودت بازی کردم، این نصف ریشان به خاطر خودت سفید شده. آخه این یه خاطره من بگم. آقا جواد کاظمی یه زمان زیاد میومد سالن بازی میکردیم، یه تست ازش گرفتیم گفتیم اگه در سطح ما باشه بیاد با ما بازی کنه، تست قبول شد و اومد چند هفته با ما بازی کرد. بعد اون صد سالان خودش بالا بود، بعد می اومد یکی دو بارمش پاس ندادم خدا خداش، مثلا چند دو به تک و سه به تک و مثلا بهش پاس نمیدادم. بعد ببین یه دفعه می زد خودش، آی وای این پدر من. بعد یه بار گفت آها من تو زندگیم دو تا آدم سر پاس ندادم من نابود کرده، یکی علی دایی بود یکی هم تو. بول نام اصلا پاس بزنی من چی میخواد آخری پاس دادم خداش. آقای جمشیدی معرفی از عادل داشته باشم، علاقه به فوتبال 100 از 100، استعداد فوتبالی 0 از 100. ببین خیلی حسوده پژمان. پژمان ضربه به توپ 0، خب تکنیک 0، سرعت 0، کنترین فوتبالیست جهان با اختلاف 0. فقط هیجان بعد گلش فقط خوبه، اونم میخواد ادای منو در بیاره نمیتونه. آخ آخ چقدر حسودی آخه. این هر بهت گل زدم استعداد نداری دیگه، اصلا بهت پاس نمیدن، اصلا دیگه تستم ازت نمیگیرم. باشه هر جور راحتی. تازه یه لیورپولی متعصب تو 5-6 سال اخیر 5 بار به ما باختن به رئال. دو تا فینال باختن، یه نیمه نهایی، یه 8 تا. بعد لیورپولی بارسایی هم هست.
ژاوی و یورگن کلوپ هم که دارن میرن دیگه. هیچ چرا یورگن کلوپ داره میره؟ آخه نگو اصلا. و سلا چرا مسئول بود میبردیمتون الان بره دلمون تنگ شد؟ رئال که اصلا جاش یه جای دیگه است. یعنی یه تیم داریم رئال، بعد تیمای دیگه هم تو اروپا هستن. واقعا واقعا اصلا حسابش جداست. ولی چرا داره میره یهو؟ ببخش من حرف میزنم. حالا دیگه گفته خسته شدم و یه سال میخواد استراحت کنه. آها نمیخواد، یعنی پیشنهاد دیگه ای نداره؟ نه فکر نمیکنم بخواد. اولا که قویان گفته انگلیس تیم دیگه ای نمیره. ولی واقعا اصلا من تا یه 24 ساعت انگار مثلا یکی از اصلا نمیتونم پیدا کنم. آدمی که از عزیزاش از دست میده یه همچین حال اصلا یعنی خیلی نمیتونم فعلا پیدا کنم. اما استی که زیدان از رئال رفت، راموس رفت، رونالدو رفت، حالا واسه شما تکرار شد. حالا خواهیم چیز در مورد پژمان بگم، حالا جلوش باید بگم دیگه. من بالاخره جایی که میرم بحث فوتبالی میشه، بحث پژمان میشه که بازیگر شده، مجری شده. همیشه میگن آره فوتبال پژمان جمشیدی تو فوتبال خوب نبود، الان تو بازیگری موفق. یه چیز در مورد پژمان بگم، واقعا تو سیستم 3-5-2 نقش پیستون رو بهترین بود واقعا. یعنی تو فوتبال اروپای الان که الان سیستم اکثر تیم‌ها سه دفاعه بازی می‌کنن، نقش اون پیستون راست رو یعنی وحشتناک انجام می‌دادن. و اینکه اوایل فوتبالش موقعی که سایپا بود و اوایل پرسپولیسش وقتی سن کمتره ماها جسارتمون بالاتره دیگه، میریم دو نفر و سه نفر رو پژمان این کارو خیلی خوب انجام میداد، یک در مقابل یک خوب رد می‌کرد. ولی هرچی سن پژمان رفت بالاتر منم اینجوری بودم، یه ذره شجاعت میومد پایین‌تر. در نهایت احترام و علاقه‌ای که بهش دارم و اگر قبول نمی‌کردم تو ترکیب پرسپولیس نمیتونستم بازی کنم. من اون 4-5 سالی که فیکس پرسپولیس بودم دلیلش این بود که خب جایی که آقای پروین می‌خواست بازی می‌کردم و خوشبختانه متأسفانه من همه پستا بازی می‌کردم، یعنی هر جا منو می‌ذاشتن بازی می‌کردم. ولی پژمان جسارت خب برای اینکه تو سایپا من آره تو سایپا برای اینکه هر کی توپ می‌گرفت میداد به من. من 18 سالم بود، 19 سالم بود تو سایپا، از هر جا هر کی توپ می‌گرفت میداد به من. ولی تو پرسپولیس من این موقعیتو نداشتم دیگه. بعدم فوروارد بازی می‌کردم، افک چپ و راست بازی می‌کردم. توی پرسپولیس فقط دفاع چپ و راست منو می‌ذاشت آقای پروین. و واسه تو جلوی من بازی می‌کردی. فکر کنم جفتتون فوشخورتون از علی پروین خیلی خوب بوده. من اصلا من یک بار با خاطره میگم. همین گلی که الان زدم. حیف گفتن حرف نزدم. اون خاطره احمد تعریف کنم نابود میشه. من یه خاطره ازت بگم که اصلا بود از ایران بذاری بری. جدی؟ خب بگو. آقا بگی جفتتون بگی. اوکی. من بعدم نمیاد. بگفتی نگو برنامه رو تعطیل می‌کنم. نه اون که نگو ولم کن بابا. نه یه چیز دادم. من اهوازو بگم به خدا. آقا اهوازو بذار خودم بگم. نه اهواز چجوری خودت نه اون اهوازه که از جلسه علی یحیی هم بود. گفت الیات کی گفت بازی ولش کن. نه اونو نمیگم. بازی با فولاد بود 3-1 باختیم، کاشتر هم من زدم، تور پاره شد 3-1 رفتیم تو رخیان. علی آقا آقای کاظمیان اینجوری واسه پرسپولیس بازی کنیم من جرت میدم. پژمان انقدر خوشحال بود میخندید اینجوری به من نگاه میکرد و فکر میکرد مثلا من دیگه فوش میخورم تا آخر فصل. به خدا عادل خان همین فوش آخرش بود به من، بی احترامیه. به قرآن فقط همین بود. من دیگه خوب بازی کردم. انقدر جا میخوایم بخوابیم. اجمان من دیگه خوب بازیم. گل میزدم، پاس گل میدادم. یه اسکای میزدی دیگه چیکار میکردی؟ تک داده زدی جان پژمان. خب من تک بلد یه نبودم. طول میکشید به قرآن. من اول آقا تصمیم میگرفت بشینه. بعد دو تا دستو میذاش. بعد باسن رو بزن زمین. حالا دراز کن 20 دقیقه طول میکشید. تک بلدم. اون دو سالی که من پرسپولیس بودم پژمان بود. تنها صحنه هایی که حضور داشت شادی بعد از گل من دنبال من راه میافتاد. این حرفیه که راجع به فوتبال خودم دنبال من میافتاد. میگم فقط تو شادی بعد از گل یادم میاد. فقط تو اون دو سال شادی بعد گل بود واقعا تفتلوت. این هم من پشت تو رو جمع کردم. آقا ببین گلای الان گلایی که جواد زده رو با هم ببینید، گلی که تو پرسپولیس زده رو با هم تصویرشو اونی که الان دو تا سر توپ زدی بابا خوب تو سر اعتماد به نفس خوب با همه گلاتو من گزارش کردم. خیلی عجیبه. زمان به سرعت برای پیروزی. حالا مزده کردم ولی تو هم باند خودتو داشتی تو تلویزیون. محبت جالبه. باری کلا. این خودت بودی پاس. من بودم. یه طرف پاس چیز شد. پاس رو من دادم دیگه. خینا رو که به یکی دیگه خورد بعد افتاد. ما پاس گلامون هم به یکی دیگه خورد. مثل گل چیز بود، مثل گل سوریه بود، گلی که زد هفته پیش. این اولین گل هم واسه پرسپولیس. یک موقعیت. چقدر زشت زدی. چقدر بیریخ زدی. بابا بیچاره گل زد. این بگی میشه اینقدر سر بیریخ زد. بابا سمت پریدم رو هوا. دایی. یا دایی ببینم. من ها؟ نه اصلانی ها نه. پیجون زخیره بودیم. برو بابا. خب آره دیگه این ترکیب معلومه دیگه زخیره های تو بلمون روش بزنیم دارم در آقای دایی اولین دوزیه الان خودم میبینم آقا آقای عدای تک زدن تو خیلی خوب دارم با پگاهه من با تیملی دانشجوها کره بودم من نبودم که
ده نفره شدن تیم پگاهم. جدی تو تک تک نمیزنی آقای کاظمیانو. موقعی که شما اینجا بودی بنده با بازوبند کاپیتانی تیم ملی دانشجو پنجم جهان شدم، نه اینجا تو آزادی بیام. یادم نمیاد تجمان چیو یادم میاد؟ تیم ملی دانشجو رو یادم میاد. رو دور من کاپیتان تیم ملی دانشجو بودم. تو که خود دانشجویی که یادت بیاد آقا اینو به دبستان بودی اینو که یادت بیاد. البته قاچاقی دانشجو بودم، یعنی تحصیل نگرفتم. عمران قاچاقی من میشه تریاد بدنی آقا ببخش غلط کردم. تریاد بدنی عالی اینو عالی عالی آخ واقعا کی بوده؟ بودی بازی با پیام منشد تو منشد. چرا میگی بودی؟ من این مسئله یعنی قرار بوده من نباشم. آقا نبودی، خیلی از بازی رو نیمکت بودی. نه که میگم بودی یعنی تو ترکیب بودی. بجمان همین بازی بود علی آقا به هم گفت. چرا من تو رو نشتاختم جواد اون موقع؟ چقدر خوب بودی اصلا. نداریم الان بازی بابا، داریم داریم غلطی چقدر حرف می‌زنی. اولین گل پیروزی تهران رو وارد دروازه فولاد و خوزستان می‌کنه. ضربه مجرد آ خیلی خوب کاشته می‌زد خداش، خیلی خوب کاشته. بعد کاشاش متنوع بود دیگه، یعنی اینجوری نبود که حیف که گفتن الان کم حرف بزنم، مگر خاطره دعوت شدنش به تیم ملی رو میگفت. بگو آقا بگو راحت. حرف بزن. دژمی چیه؟ خاطره روزی که دعوت شدیم دیگه، اولین باری که دعوت شدیم. سری میگم تیم ملی جوانان شما و ایمان موبلی درخشیدید. بعد ما داشتیم تمرین می‌کردیم، دیدیم دو تا کوچولو اومدن، دو تا بچه کوچولو اومدن توی چیز. بعد گفتیم اینا کیان؟ طرفدار چرا راه دادن توی استادیوم؟ آخه اصلا می‌خوام بیام تو، بیام تو اصلا این خاطره بده گل. آقا پژمان اینجا بس پژمان تو شادی بعد گل من هست. آقا پژمان دروازه‌بان فجر رسید. گل رو تماهنگ کردیم. نه این گلم خورد به بدن دفاع. با چپ هم مگه گل زدی تو؟ پژمانو ببینید فقط تو این صحنه. چقدر خوب زدی باری کلا. ببین من چقدر ازت تعریف می‌کنم. تو اینجا رو دیوونه رو دیوونه اخراج شد. ما بیچاره شدیم دیگه. بردیم بازی. بردیم. من اومدم گفتم ما می‌بریم این بازی همون موقع. یعنی رو حرکت پیرادرواره خودت می‌زدی مظلومیت. کلا خدای مظلوم بودم. من تو متوجه شدم. این بازیکن‌های آمریکای جنوبیه می‌بینی؟ ولی خب بالاخره بازیکن‌های پاس دیگه آخر آشیان دیگه داور سریع طرف داور رفتن. آخر آشیان مثلا می‌خواستی رو تیتر بشه سریع. آخر آشیان چی ان لوک شدی بعد اخراجت کنه دیگه. پژمان اینجا بودی تو خوشحالی برای گل اینجا. میام خودمو میرسونم بهت. ما دیگه پیرانش در نمیاره. اینا هاشم دیدی 11 ده به جباری کیف میکردم فوتبال بازی میکرد. اینا ها چاب دارم میام سراغت. جواد کاظمیان هم در این دیدار به گل میرسه. دوباره اسدی. این چه بازیه؟ سپاهان هم چند چند این خاطره از آقا کریم بگم پژمان. این بازی چند چند شد؟ 2-1 باختیم تو کورس قهرمانی بودیم. همون بازی که تعریف کردم سر زد. آقا کریم رفت پاس بده به شما، داد به رسول خطیبی. اون هیچ پرید سر بزنه، من فکر کردم 100% سر میزنه دیگه. این بازی این مسابقه رو کاظمیان میزنه. دنبال این کارا بودی همش. آه کلی آره شادی بعد از گلاش کلی برنامه داشت بعد. این پیرنه رو این من بودم پرسپولیس. نه نبودی پاس بود. آه من رفته بودم پاس دیگه. آره بمبای چی شما سر بلد نبودی ببین. خداییش خوب ترانسی زدی. چرا که علت رو میدادی تو، من این نباید بدی بیرون بزنید. پژمان تو که اصلا سر بلد نبودی بزن. خدا وکی جواد تو رو خدا نگو. گل زدم پشت 18 به چوکای تالش. اون موقعی که میگفتن چی بود؟ قلعه اوقاپا. با سر پشت 18 با سر نیست، سر گلر. آره دیگه فیلم نیست، به این فیلمش نیست. بس وقتی با چیزه جام آزادگانه نیست. تو اون موقع تو مشکون داشتی. چقدر گل زدم؟ آره خیلی خوب گل زدی. حامد هم خوب بعد از شادی گل همیشه هست. دلم تنگ شده برش. دلم هم میتونم. چه فوتبالیستی. درجه یک. ببین روی دفاع، بغل دفاع، از همه جا میزد کاشته. اینجا رو استیل کاویانپور رو ببین. به به. باری کل. کی لایی کرد؟ سهراب بود. چقدر باهوش. یه فوش داد با تو بود. این شانسی نبود درسته؟ یک و دو کردی. یک و دو با دفاع حریف بود دیگه. جواد کاظمیان باعث میشه که پرسپولیس نیمه اول رو پیروز برخت کرده.
دهمین گل فصل خوش جواد ما بودیم دفاع میگرفت یه دیری ما رو میزد. فرجونس این دو تا سر توپو ببین کجا من نبودم یه پاس بود سر توپا خیلی من درود کار کردم تو کلاس های من حساب کار رو دو دو مساوی میکنه پرسپولیس دو ابو مسلم دو جواد کاظمیان اما این کار رو انجام میده و توی دروازه توی دروازه اینجور و حمید تاکتیک چی؟ لحظات مرکز زمین اشتباه در آفساید گیری حالا جواد کاظمیان و گل دوم حمید خان انقدر اینجوری کرد به مطمئن شه دوربینه گرفت. آقا سوال پرسپولیس همیشه مدعی قهرمانی بود. کلا یه بار سال 85 نهم شد، یه بار سال 91 دوازدهم. تو هر دو تیم تو بودی، تو نقش داشتی توی میگم روی خوش پرسپولیس ندیدم وقتی اومد. آقای عادل خان سالی که آره دوازدهم شدیم من بودم ولی پرسپولیس تو روزای داغون و وحشتناک بی پول بی بازیکن هر اصلا... چی اصلا بگو هیچ چی برسید من 12 ام شده چه آره سال 85 آره 85 سال 84 کی رفته بود سال 84 سال 91 12 ام شد 91 12 ام شد 85 نهم سال 84 ما تو کورس قهرمانی بودیم با راینر زوبل به عنوان سرمربی و آقای پروین به عنوان مدیر فنی. با فولاد ما تو کورس بودیم حالا چون آقا کریم و آقا پژمان منو جویدن یه ذره آقا کریم بجوام اینجا تو کورس قهرمانی بودیم جویدن تو فوتبال سیل غیبتشو کرد با سپاهان بازی داشتیم تو آزادی چند تا بازیکن محروم هم داشتیم من یه گل زدم الان نشون داد بعد خوردیم یکی یک تو اوج حمله های ما یعنی ما می‌خواستیم گل بزنیم آقا کریم داشت بازی سازی می‌کرد اومد پاسو بده به پژمان پژمان راست بود پیستون راست نمی‌دونم چی شد پاسو داد به رسول خطیبی اشتباه نه. کرد چرا دیگه سر اومد بزنه سر رو نزد خب. من رو حساب اینکه آقا کریم همه سرا رو می‌زنه خب. رفتم تو حمله مطمئن بودم رو سر طرف سر میزد یادم یکی بود پسر سر رو زد تو افتاد زیر پای رسول خطیبی تک به تک شد یعنی من جمع نشدم پشتش فهمیدی؟ آقا کریم قهرمانی رو هم ما گرفت اونجا و اینکه چیز مورد آقا کریم بگم سه سال پژمان 83 84 85 من اسنپ آقا کریم بودم میرفتم دنبالش از خونه برش میداشتم کارگران سر تمرین بعد دوباره برش میگردم آره بعد بهش گفتم آقا کریم من سه سال دارم میام دنبالت یه شام منو دعوت کن خفه شو مجرد هر وقت زنگ گرفتی دعوتت میکنم چه رفتی داره پول اسنپ ها رو الان اگه بهم بده با دلار 60 تومن الان چقدر باید بهم بده ولی آقای عادل خان آقا پژمان کریم باقری من یه روز آرزو داشتم نزدیک ببینمش بازیاشو میدیدم دیگه روزی که تو استادیوم درفشیفر داشتیم تو رخکن رخ میشدیم تو اون پرسپولیس پرستاره پژمان هم بود علی دایی کریم باقری حمید استیلی افشین پیروی مرداد میناوند پژمان جمشیدی حامد. علی رضا امامی فر حامد کاویان پور یه تیم پرستاره که استیلی همه ملی پوش بودن یحیی گل محمدی رضا جباری حسن خان محمدی محمد ورزگر تو هر پستی سه تا بازی یعنی من یه دفعه به خودم اومدم دیدم من تو دو سال پیش تلویزیون بازی این ستاره رو میدیدم الان دارم کنارشون بازی میکنم واقعا من یکی از خوشبخت‌ترین فوتبالیستام که با این نسل تونستم همبازی بشم آقا کریم و پژمان یادشه کاشته های دورم راینر زوبل میگفت آقا کریم نزنه جواد بزنه یک بار نشد مثلا یه اعتراض بکنه یا تو بازی یه داد بزنه به خاطر همین بود ما خیلی دوستش داشتیم آقا آدم تو فوتبالیست رو دستش اصلا. نداریم اصلا یعنی خیلی خوب بود بله آقا تو یه پرسپولیس بازی کردی جاماتو با سپاهان تراکتور بله بردی نفوذی بودی والله خب من دارم میگم تو اون سه سالی که تو پرسپولیس بودم و اون دو سالی که از 90 تا 91 اومدم این 4-5 سال پژمان سیاه‌ترین دوران تاریخ پرسپولیس بود. آره. اون پرسپولیسی که 90 برگشتم علی دایی رفته بود، حمید استیلی اومد تماشاگرات تا نتیجه نمی‌گرفتیم، آقای دایی رو تشویق می‌کردن. یه تیم آقای رویانیان اومد، 8 تا فوروارد بودیم، ایمون زاید، محمد قاضی، کریم انصاری، فرمان، غلامرضا رضایی، هادی نوروزی خدا رحمتش کنه. هافبک وسط نداشتیم. یه سامان آقا زمانی بود، یه پرتغالی آوردن. رباتش پاره بود، قراردادو بس بعد گفت رباتم پاره است. بعد با اون تیم خب تیمی که آفق وسط نداره اصلا یه تیمی اصلا به هم نمیخورد هارمونی نداشت من یکی از حسرت‌های فوتبالی اینه که با پرسپولیس بزرگ جام نگرفتم حالا من یه عکس داریم از پژمان برای اینکه
واقعا این که میگه پرسپولیس بودم یعنی مدرکش هم موجود از پژمان یازمان گفتم پژمان بله منظورم جواد دیگه پیامی که به من زدی جواد به پژمان معرفی نمیکنم تا برسی آها اساسا گفتم راحت باش منو معرفی آره این آقا جواد کو کلایه از همون بچگی 16 14 سالم بوده میگم از همون بچگی خب جواد بوده دیگه پژمان میدونی چه بازی بود من با تو چجوری دوست شدم پژمان عکسای دوران بلوغ تو بیار حالا بذار چند تا عکس مقایسه کنیم بابا بچم 14 سالم شبیه این فیلیپینیا و این دیگه آخه با اون من حداقل مثل قبل گذاشتم من موام اینجوریه حالا الان یه دو تا عکسش پوش نمیدم آقا این بازی پرسپولیس آلیمای قزاقستان باشگاه آسیا پیج ای وای کجاست وای خدا خیلی خوبه راجو از هند کاش اینقدر ازت بد نگفته بودم بعد دماغت چه اینجوری بوده اون موقع من همون جوری نه یعنی لاغر بوده صورت شما نمیدونی بابا چرت و پرت نگو الان وایرال میشه بریم آقا یکی همه اینه که نه اون شیشه ای بود این مشکیشه اینا چیه ما میزنی تاثیر تو بوده به خود شما میزدی من فکر کنم عقب بودم اینکه من با کلاس در بوده برعکس زدی اینکه اینم که با خود آقای دایی رو ببینم آقای دایی اولین بازی که پالتو رو خریده آقای دایی اولین بازی که یادم تیم ملی دعوت شدم آقای زادمهر ما رو با آقای چه پالتوییه با علی دایی هم اتاق کرد ما هم دوربین رو سری درآوردیم با علی آقا اسطورمون عکس گرفتیم حالا الان میای میخوای جواب آقا من فقط همین رو گفتم پالتو گنده است همین غلط کردم ببین ما چه جور کشیم آقای پروین آقای دمرینی بود اینجا یه چقدر خوشحالی ها من تمرین باخته بود بچه من سر من اونجوری داری فشار به دیوونه آقا حالا همین رو شما تصور کن تو تپای داوودی آقا یه خاطره از پژمان بگم یادم رفته بود اینو کشتی ما رو عقب اتوبوس بودیم نشسته بودیم علی انصاریان روح شاد باشه داشتیم رفتیم سر بازی پژمان اینا چون تجربه داشتن اینو میذاریم بره یا همینجوری میمونه خیلی خوشگل پژمان اینا تجربه داشتن از ماشینایی که تو پارکینگ بود میگفتن چقدر تماشاگر اومده تا الان و اکثرا پژمان درست میگفت بعد صحبت محبوبیت و اینا شد پژمان گفت که آره من از همه محبوب ترم و گفت تعیین کرد که کیا کیو دوست دارن گفت جواد و این دخترایی که روپوش سرمه میپوشن میرن مدرسه اونا جواد رو دوست دارن لاتولیتو علی انصاریان رو دوست دارن تحصیل کرده ها منو دوست دارن همون بچه که توهم داشته اصلا اعتماد بهم گفت تحصیل کرده ها منو دوست دارم نجم در میمد محبوب تر بودن خدایش من علیکه ایلا رو میگفتم که خودم رو چیز کنم میگه میگفتم تحصیل کرده الان نیومدن بچه ها ساعت 7:19 هست 11 دقیقه وقت داریم قبل از بازی جواد با من علای پرسپولیسی که دیگه الان ثابت شد که چقدر پرسپولیسی بود اینام با یحیی به نظر رفتار خوبی شده الان امسال والا اتفاقاتی که درون تیم افتاد و من خبر ندارم ولی من خودم واقعا تعجب کردم که آقای یحیی استفاده چون اختلاف 2 امتیاز بود با استقلال و سپاهان 1 امتیاز من اگه جای آقای یحیی بودم با تمام مشکلات میموندم این تیمو قهرمان میکردم بعد میرفتم ولی خب همه میدونیم اتفاقاتی که افتاد یه جورایی باعث شد که آقای یحیی استعفا بده من دقیقاً در ریز کار نیستم ولی میدونم که فشار رو آقای یحیی زیاد بود خواستایی داشت بازیکنای خاص و خیلی مشکلات بود ولی آقای گل محمدی با این چند سالی که تو پرسپولیس بود افتخارات زیادی داشت چند تا جام گرفت چند تا لیگ گرفت جام حذفی گرفت تیمو برد فینال آسیا و اون فینالی که ما مستحق برد بودیم و متاسفانه به اون اتفاقاتی که افتاد باختیم. اسمار که انتخاب شد نظر چیه؟ اسمار ببینید من با توجه به این اسامی که تو فضای مجازی شنیدم از این مربیایی که حداقل 10 سال از آخرین کاری که آخرین مربیگری که کرده بودن گذشته بود به نظرم اگه آقای برانکو میومد خب خیلی گزینه جذاب به خوبی بود ولی وقتی برانکو نیومد اون مربیایی که اسمشون تو لیست بود به نظر من به هیچ وجه شایسته نیمکت پرسپولیس نبودن و حالا عثمار هست با لیگ آشناس با بازیکن‌ها آشناس به نظر من واسه این چند تا بازی عثمار از اون گزینه‌هایی که تو فضای مجازی ما می‌شنیدیم گزینه بهتری بود. بعد پژمان یه حالا این همه گفتیم توی عرصه باشگاهی خودش بازیکن خیلی خوبی بود تا چند وقت پیش جزو بهترین گلزنای
الان چندمین گزینه تاریخ باشگاه پرسپولیس هستی؟ من فکر کنم من تا دو سال پیشم نفر اول من بودم، با توجه به اینکه هافبک هم بودم، من 34 تا زده بودم، نمیدونم تعداد گلای منم کم میکنن، زدن 31 و اینکه کار پشمانه. آخ بعدش آقای علیپور زد رکورد منو، بعدش آقای طارمی زد، من پاس گلم نفر اول بودم 25 تا پاس گل، بعد علی شاه و وحید امیری، ولی خب تعداد بازیای من با تعداد بازیای بچه‌ها اصلا قابل مقایسه نیست. من کلا پژمان من 110 تا بازی پرسپولیس کردم، 34 تا گل زدم، 25 خوبه دیگه، هر 3 تا بازی یه گل خودش خوبه دیگه، اصلا آمار درجه یک. بعد یه گل درخشان، یعنی از نظر اهمیت تو بازی بوسان، فینال بازی بوسان بودم، بعد تیم دوست داشتنی بود، تازه برانکو اومده بود، بعد علی دایی اون اتفاق براش رخ داد، برای پدرش رخ داد، برگشت این گل رو نگاه کن آیه عادل شلاقی زدی یا میتونستی پاسم بدی؟ نه دیگه باید شوتو میزدم. پژمان یه چیز در مورد عادل بهت بگم، عادل رو من معروف کردم با گلم به خدا، هر چی گل هر... یعنی گلای حساسی که من زدم باعث شد عادل تو دو سال قبل اینکه با بگوویچ باشی تو چهرتون آرزو داشتی ما رو ببینی، بعد عادل رو تو معروف کردی. آقا عادل رو کسی نمیشناخت از بازیای شیرودی که من گل به کویت زدم، گل بازی با کویت، آره از اونجا شروع کردم عادل فردوسی پور رو معروف شد یواش. آقا خیلی گلات من گزارش کردم، آقا گل زیر تو فامیلتون کسی رو معروف نکردی تو که معروف کنی؟ ببین پژمان خدایی من گلای حساسی که زدم 80% عادل گزارش کرد. ما بگیم دیگه، نه نه میگم عادل گزارش کرده، خیلی خوشیم. راجب تیم ملی هم بپرس ازش، بازی‌ها رو دیده؟ بلازش چی قهرمان میشه اینا، نظر چیه راجع به جام انصاف؟ دیده فکر می‌کنم، دیده بازی‌ها رو می‌بینی، از فوتبال زیاد می‌بینه. والا من بازی‌ها رو خوب دیدم، همه رو، بازی تیم ملی رو هم دیدم. به نظر من پژمان عادل کره جذاب‌ترین تیم جامه، خیلی خوب کار کرد. ژاپن بحرین امروز؟ ژاپن بحرین رو ندیدم، تو راه بودم من، مثل پژمان بدقول نیستم، دو سه ساعت زودتر حرکت کردم که برسم. البته خب پژمان بنده خدا حق داره با این همه کاری که سرش ریخته، ولی بازی های تیم ملی هم گروهی خب همه دیدن بازی ها رو، ولی من به نظرم با این تعدادی که کنفدراسیون فوتبال آسیا تعداد تیم‌ها رو زیاد کرده، سطح مسابقات پایین اومده بود. هنگ کنگ و اندونزی و هند و فیلیپین و قرقیزستان و اینا یه ذره سطح مسابقات رو پایین آوردن. و اینکه من به نظرم عیار تیم ملی شاید امشبم نه، با ان شاءالله حالا که تیم میبره و سر بازی با ژاپن مشخص میشه. بله بله، ما اصلا بازی قضاوت کنیم باید ایران و جلوی ژاپن و کره قضاوت کنیم 100%. ولی واقعا کره 10 دقیقه آخر دیروز جلو عربستان اصلا چه وحشتناک فشار آورد، نیدونش عربستان اونجوری تحت فشار قرار میداد و عجیب بود برای من که اینقدر خونسرد، اصلا نه عجله‌ای می‌کردن نه از تاکتیکشون خارج می‌شدن، مثلا دقیقه 80 شروع کردن انگار قبلش اصلا انگار که اونا چرا قبلش انگار براشون اهمیت میدونستن اینا میتونن هر کاری بخوان میکنن. امروز بازی ژاپن رو من میدم، اولا که ژاپن ببین دروازه‌بانشون، یعنی اون فوتبال جمعه های ما سالون بیاد من بازیش نمیدم، دروازه‌بان ژاپن اصلا خیلی بده، مگه میشه یه گل اینقدر بد باشه؟ این سیاه ولی خیلی بده، یعنی هر چی توپ بیاد، ببین توپ بیاد تو چارچوب احتمال گل شدنش خیلی بیشتره. چرا این گلر اصلیشونه؟ آره بلژیک هم بازی میکنه، خیلی ضعیفه، یعنی اصلا عجیب غریب ضعیفه. بعد ولی امروز ژاپن اصلا تو حمله، اولا که این یه مقطعه از بازی توپو به نیمه نمیتونست بحرین برسونه، جدی میگم توپ اصلا نمیتونست به خط نیمه برسونه، همینجوری میگرفتن تق 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 تق. امروز اون 10 دقیقه یه رو به آخر عربستان اصلا نتونست سه تا پاس به هم بده، کره هم آره همونجوری پرس عجیبی میکنن تو منطقه با جلوی دروازه حریف، واقعا عجیبه. ولی من کره رو خطرناکتر از ژاپن دیدم، چون کره که اون بره دیگه، اون سه تا چهار تای جلوش اصلا وحشتناکه تا فینال. حالا اگر ما بریم بالا تا فینال که به کره نمیخوریم، و الان مشکل ژاپنه به نظرم، به من به نظر شخصیم سوریه و اینا حریف ما نیستن، شاید سخت بشه بازی و اینها. آم سوریه چی میشه، بازی سخت میشه یا آسون میشه؟ ببین اگه مثل بازی فلسطین اگه دقیقه دو گل بزنیم نه، ولی اگه هر چی گل نزنیم سخت‌تر، گل زود هنگام بزنیم من فکر می‌کنم 3 4 تا بزنیم، ولی اگه نیمه اول گل نزنیم شاید یه ذره کار سخت‌تر بشه، ولی ته تهش سوریه حریف ما نمیشه. جواد این تیم قوی‌تر از تیم 2007 که توش بودی؟ 100% تیم، چون تو توش بودی؟ نه من که ذخیره بودی، ذخیره بودم، سه تا یه نیمه بازی کردم، بازی با کرم بازی نکردم، من فکر می‌کنم حقم بود بازی کنم، ولی خب حالا نظر آقای قلعه‌نویی بود. ولی حالا از مهمان عزیزی که قسمت دوم اضافه میشه من این سوال حتما از ایشون باید بپرسم، چون نظرشون خیلی مهمه. پژمان من نظرم اینه نسل به نسل
وقتی جلو تو کل دنیا، تو اروپا، تو آمریکای جنوبی، تو ایران، نسل ها هر چی، البته مقایسه کردن نسل ها به نظر من کار اشتباهیه، بله، ولی اگه بخوایم مقایسه کنیم نسل به نسل فوتبالیستا ضعیف‌تر میشن از لحاظ خلاقیت، خلاقیت فردی، ولی از لحاظ حالا تاکتیکای پیشرفته فوتبال، تاکتیک دفاعی، هجومی، سیستمی که مربی به کار میبره و حتی علم بدنسازی، بله، و از تکنیک به سمت تاکتیک و تاکتیک، قدرت بدنی میره. خلاقیت، خلاقیت پژمان، ما اون موقع 100 تا فوتبال، موقعی که ما فوتبال میدیدیم سن ماها بود، جام جهانی 90 94 98 2002 2006، 100 تا 150 تا فوتبالیست تاپ تو دنیا داشتیم واقعا، بله، که مثلا سر توپ طلا شاید 20 تا گزینه داشتیم، ولی الان سر توپ طلا تو 10 15 سال اخیر دو تا داشتیم. الان مسی واقعا، حالا به نظر من، این حالا من درست رئالی ام، ولی شاید تو 2 3 سال اخیر نباید توپ طلا رو میگرفت، ولی از بس گزینه نداشتیم که مستحق توپ طلا باشه. هالند به نظر من خب گل زیاد زده، 48 تا 50، ولی مستحق تو کشور ما هم اینجوری بود. آقای مجیدی و آقای کریمی تو جوونیشون هیچ وقت دو تا بهترین بازیکن ایران هم جزء بهترین بازیکن‌ها بودن. دوباره برگشتن به فوتبال ایران بعد از اینکه رفتن خارج از کشور بازی کردن و این دوتا تعیین می‌کردن تکلیف استقلال پرسپولیس رو. یعنی اون زمانی که اینها در سن 32 سالگی بودن، آقای مجیدی و آقای کریمی، رقیبی تو فوتبال ایران نداشتن. تو فوتبال ما هم اینجوری بود. تو 22 سالگیشون بهترین های ایران نبودن، جزء بهترین های ایران بودن. تو 33 سالگیشون جفتشون بهترین های ایران بودن. با اختلاف. حالا از وقت برنامه خارجه، ولی ترکیب 2007 و با ذخیره ها و ترکیب این تیمو، آره جواد، یه بار با هم مقایسه نه جواد نکنم اینجا ما 2 دقیقه چه وقتیم، 2:07:28 جواد نکنم که مهمون بود میگفت شما اون موقع تیم علاوه ستاره، خب خود جواد نکنم اوساسونا بازی میکرد، ولید هاشمی آنوفر بازی میکرد، آن دو بولتون بازی میکرد، یعنی تیم خیلی پرستاره. آره بعد خب چرا ناکام شدیم، چرا اون تورنمنت نتیجه نگرفتین 2007؟ ببینید خب اتفاقات باعث شد که ما سه تا بازی گروهی رو با دو تا برد و یه مساوی رفتیم بالا، به کره خوردیم تو 8 تا، آره، و تو 120 دقیقه مساوی شدیم، بازی رفت پنالتی. تو اصلا بازی نکردم بازی ها؟ نه بازی با کره خوب همه فکر می‌کردن من حداقل بازی پنالتی خراب می‌کردم. من الان از تعویضا بیام، ولی خب حالا چی می‌زاد جواب؟ چی؟ ولی خوب پنالتی بد نمی‌زاد. آره تیم خوبی داشتیم آقای عادل خان 2007 با تجربه. اتفاقی پنالتی با تجربه هم 50 با تجربه هامون مهدوی کیا، آره، کریمی، نکونام، هاشمیان، حالا جواد که با تجربه جوان‌تر بود، همه خوب بودن، جوان خوب زیاد داشتیم، ولی به نظر من تیم خیلی خوبی بود، ولی نتیجه نگرفتیم. اگه ما این کره رو می‌بردیم احتمال اینکه قهرمان بشیم، بله، بله، زیاد بود. خیلی خوب. آقا بریم بازی رو تماشا کنیم. یه دقیقه دیگه بازی شروع میشه. پژمان که هست، جواد رو نگه می‌داریم. یه عزیز دوست داشتنی دیگه هم می‌خوام، اجازه دایی هم به جمع اضافه میشن. بریم بازی رو ببینیم. بعد از بازی اگه بازی 90 دقیقه ما دیگه میایم دیگه، بازی تموم شد، اگر هم حتی رفت وقت اضافه شد 4-5 دقیقه بیام. اگر رفت میخواد ببیشینه، نه بر آفیش کنم، ولی ولی میاییم و اونجا مفصل با تون دوباره صحبت میکنیم. قطعا که لذت نبردین از بازی، حالا نتیجه بالاخره در نهایت به نفع ما شد، ولی خب حالا من خیلی نمیخوام راجع به بازی صحبت کنم، چون شرایط تیم الان طوری نیست که بشه حتی انتقادی هم کرد، و خود شما هم دیگه بازی رو دیدید و خوشبختانه اکثر مردم ایران دستی بر آتش دارن در فوتبال، یه کارشناسی میکنه هر کی به نوبه خودش، ولی خب چیزی که مسلمه اینه که ما خوب بازی نکردیم و خوب هم نتیجه نگرفتیم، ولی در نهایت در ضربات پنالتی این بار تیم ما پیروز شد. ولی در مقابل ژاپن امیدوارم که اینجوری بازی نکنیم، چون قطعا نتیجه مطلوبی به دست نمیاریم. پاس میدم به آقای فردوسی پور که میهمان عزیز و جذاب و دوست داشتنی مونه که سالها ندیدیم، معرفی کنه. عادل جون بفرمایید. بله بازی کارا پژمان در مورد صحبت کرد، در مورد صحبت میکنیم، یکی انتقاد داره میشه الان چون بازی رو بردیم صحبت کرد، ولی به قول پژمان یک کسی که چند سال ندیدیمش، من خیلی دوستشون دارم، یعنی رابطه من و امیر خان عاجزایی همیشه رابطه پسر و پدری بوده تو سالهای سال، فکر کنم 78 که 90 شروع شد، اولین مهمون ما یا یکی از اولین مهمونه ما امیر خان بودند، و قبلش هم تو جام‌های جهانی و فکر کنم نزدیک 30 و 20 و فکر کنم 7-8 ساله که افتخار شاگردی ایشون رو داریم. خیلی مخلصیم امیر خان. خواهش میکنم.
اجازه بدید من یه عرض سلام بکنم خدمت شما آقای جمشیدی عزیز، جواد جان عزیز و همه همکاراتون. من سپاسگزار شما هستم که بعد از 5 سال دوری لطف کردید، اجازه دادید مقابل مردم شریف ایران بشینم. خوش اومدید. و از قلبم باهاشون صحبت بکنم، بگم خیلی دوستتون دارم و تو رنج هاتون شریکم. و اونطوری که شما اشاره فرمودی واقعا از جان منم همینطوره، یک علاقه عاطفی نسبت به شما دارم و این آشنایی با شما یکی از حوادث شیرین زندگی فوتبال من بوده. خدا رو شکر. خب شرایطی ایجاد شد که هممون ازش آگاهیم. آقای فردوسی پور، من در دورانی که جوان بودم واقعا فوتبال تراپی میکردم، با فوتبال همونطوری که آقای کاظمیان گفتم با دویدن بهتر میشم، با فوتبال بهتر میشدم. و خیلی زمانها که در خدمت شما بودم مشغول آموختن بودم، میآموختم. اجازه میخوام آقای جمشیدی یه خاطره کوچیک از آقای فردوسی رو تعریف بکنم. و این ریشه در واقعیت داره که این اتفاق افتاده. نمیدونم 2 دوره یا 3 دوره شما مسئولیت مدیریت جام جهانی رو برنامه جام جهانی 2014 بودم و 2018 2 دوره ایشون بودن و طبعا مسابقات زیاد بود، دوستان زیادی میومدن کار کارشناسی میکردن و هرچی می رفتیم جلو از تعداد مهمان ها کم می شد و بازی ها که تون کم تر می شد مهمان ها کم تر و تا رسیدیم به نیمه نهایی من می گفتم خدا کنیم من برم فینال. مثل فرض بفرمایید که داورا که می رسن به نیمه نهایی یا بالاخره فینال براشون یه افتخاریه، گفتم که خدا کنیم من برم فینال. خب آقای فردوسی پور زنده یاد آقای دوتا صدر رو انتخاب کردن، خدا رحمتشون کنه. خدا رحمتشون کنه. یکی از شخصیت های برجسته فرهنگی و ارزشی ما بودن و من به رده بندی رفتم. و خدمتون عرض بکنم که وقتی که فینال نگاه کردم چقدر درایت ایشون رو تحسین کردم. یک پینگونگ کلامی عالی در سطح بالا بین ایشون و مرحوم دکتر صدر. و چقدر جذاب شد اون فینالی که ایشون و اون عزیز سفر کرده اجراش کردن. و یک بار دیگه مهر تاییدی زد بر اینکه علی‌رغم این رابطه عمیق عاطفی آقای فردوسی پور تو عقایدش مصمم اهل سوبسید دادن نیست و بلد نیست مرتبا بگه بله. و نهایتا این شد که امروز در واقع جایگاهی داره در قلب مردم. باورتون میشه که من با مردم کف خیابون زیاد در ارتباطم، چون نمیتونم رانندگی بکنم، از وسایل عمومی استفاده میکنم. کارگر، راننده، خدمتتون عرض کنم، مردمی که احتمالاً تو مترو منو می‌بینن حال ایشونو می‌پرسن. آقای فردوسی چطوره؟ خوبه؟ ما دوستش داریم. پیغام ما رو بهش میدی؟ گفتم اگه ببینمشون چشم. حتماً حتماً. این در واقع اگر اومدم به این برنامه سوای حرمت ایشون و اینکه جناب عالی هم تشریف داریم و چقدر شیرین هستید، بعد واقعا دلم میخواست مقابل این مردم یک بار دیگه صحبت کنم. نمیدونه آدم زندگی چجوریه، آیا فرصت تکرارش هست نیست. بنابراین این مقدمم طولانی شد. یک بار دیگه به مردم میگم همیشه دوستتون داشتم، همیشه برای من عزیز بودید و اگر کاری کردم که رنجیدید منو ببخشید. من همواره از مسئولین انتقاد کردم، کما اینکه
امشب هم انتقاد دارن، ولی اونها در واقع با ادبیات نازل، با تهمت، با افترا پاسخ نقد داره میدادن. معتقدم که اگر جامعه درش نقد نباشه، پویایی و بالندگی وجود نداره. استادی صحبت میکرد، میگفت نقد اصلا زیباشناسیه. وقتی یک میزی خاک گرفته، شما اون میز رو پاک میکنید، میخواد زیباش کنید، دارید در واقع نقد میکنید. و ما همواره تلاش میکردم که نقدم از سه فاکتور برخوردار باشه: محترمانه، منصفانه و با ادبیات مؤدبانه. حالا این بضاعت من بود. این سه تا فاکتور در واقع مبین این نیست که همه حرفای من درست بود، نقدای من درست بود، ولی پای یک چیز ایستادم و از اون کوتاه نمیام، اینکه با مردم صداقت داشتم. و مردم میدیدن که مثلا وقتی به خصوص پیش آقای فردوسی رو بشینی، خیلی موقعیت خطرناکیه. خطرناکه به این دلیل که رهات نمیکنه و چون خیلی صریحه، خیلی صادقه. و حتی زمانی که آدم‌های بیرون از حوزه کاری ما سمت‌هایی داشتن، بر اساس اون سمت‌ها می‌خواستن، حالا من لفظ محترمانه به کار می‌برم، سوبسید بگیرن، ایشون هم اجازه به اونها نمی‌داد. خب فرجام این روش بالندگیشون بود، محبوبیت ایشون بود. هرگز من ازشون یاد گرفتم که وجدان خودمون رو سلاخی نکن. مردم وجدان ما هستند. باید به مردم راست بگیم، حقیقت رو بگیم. تیم ملی ما امشب خوب بازی نکرد. من نمیخوام، حالا به هر حال پیروز شدیم، نمیخوام این پیروزی رو تلخ بکنم، چون به اندازه کافی تلخی داریم، ولی واقعا تیم خوب بازی نکرد. فرصت ساختن تیممون خیلی کمه. نگران هستم در مقابل یکی از بهترین تیمهایی که در واقع در قاره آسیا وجود داره، ژاپن و کره جنوبی. حالا البته ما با ژاپن در واقع بازی داریم و اجازه میخوام که اگر فرصتی بود در نقد بازی تیم ملی صحبتهایی بکنم با رعایت همون فاکتورهایی که خدمتون عرض کردم. اولا خیلی ممنون امیر خان. اولا چقدر دلمون تنگ شده بود برای این کلام نافذ و اختیار داریم راحتی و بیان شیواتون. من خیلی دلم تنگ شده، با تون در تماس بودم و صحبت میکردیم با هم دیگه تو این سالها، جاتون که خیلی خالی بود و مردم قطعا قدردان تمام زحمات شما هستن. اینو من بگم پژمان و جواد عزیز، خب امیر خان تو این همه سال واقعا همیشه بدون کوچکترین چشم داشتی، یعنی هر وقت که بودن در تهران یادم نمیاد گفته باشم امیر خان یه برنامه بیام و مثلا برای من افتخاری چه قطعا نه این افتخار دست بده. مشکل داشتم، همسرشون بیمار بودن، خیلی درگیر داستان بودن، مادرشون بیمار بودن، همیشه در دسترس بودن و من که همیشه مدیون زحمات شما هستم. خیلی ممنون از لطفی که نسبت به من داشتیم، اصلا لایق این همه اختیار دارید، لطف شما. اینو مردم میگن، من نمیگم، اینو مردم میگن، مردمی که همه چیز ما هست. قربون شما. بریم یکم درباره بازی صحبت بکنیم، یکم جو با پژمان اینجا باشه و جواد اینجا باشه. آقای کاظمیان که جوان و من در بخش اولی چقدر از صحبتش لذت بردم و خدمتتون عرض بکنم که افتخاری نداشتیم در سپاهان در کنار ایشون بودیم. هر دو سر سفره پدر مادر بزرگ شدند، خیلی فوتبالیستای عزیز و دوست داشتنی. چی بود؟ تعریف میکنم بابا علی بودم ترشی میشه اصلا بعیده و جدی میگه از جمله فوتبالیست هایی هستن که صرف سفره پدر مادرشون بزرگ شدن و
ایشاده که حالا پژمان که دیگه در باید موفقیتش و اینا دیگه چیزی نگم و جوادم چون خیلی خوش قلبه من فکر میکنم اتفاقات خوبی اگه خودش بخواد یه ذره از حواشی بیاد بیرون اتفاقات خوب و آینده درخشانی میتونه در انتظارش بوده هر عرصه‌ای که خودش دوست داشته باشه فعالیت بکنه. جواد بازی رو فکرم کاملا دیدیم با هم. چرا اینجوری بود این تیم؟ چرا یه دفعه تیم یه دفعه از هم میپاشه انگار؟ یعنی قشنگ چند دقیقه پشت هم انواع اقسام خطاهای انسانیتشون سر میزنه، آخر شد به اون پنالتی و بعد پشت بعد اخراج و بعد ده نفره این همه تحت فشار. ببین آقای دلخان، من به نظرم تا دقیقه 60-65 که ما یکی جلو بودیم و دو سه تا گل پشت سر هم نزدیم، یه دونه سردار نزد. یه دونه خود مهدی نزد، البته موقعیتش سخت بود. این دو تا توپ که گل نشد من یه ذره احساس خطر کردم که اگه توپ بره اونور شاد بره تو گلمون. متاسفانه اون پنالتی حالا اتفاق افتاد و پشت سرش هم تیم ده نفره شد. من به نظرم جلو تیمایی مثل سوریه، مثل عراق، تا اونجایی که میشه این تیم‌ها رو باید گل زد، یعنی یکی چوبات بکنی، دو هیچ چوبات بکنی، سه هیچ، وگرنه این تیم‌ها چون یه ذره چرک فوتبال بازی می‌کنن زود برمیگردن به مسابقه. و حالا من به نظرم سوریه اگه 10 بار دیگه هم جلوی ایران بازی کنه نتیجه این نمیشه، شاید 2-0، 3-0، 4-0. و خب متاسفانه امشب این اتفاق افتاد و یه درس بزرگی واسه بچه‌های ما بود که کلا حریفو نباید دست کم بگیرن. و من قبل بازی هم یه ترس کوچولی در مورد سوریه داشتم، میگفتم اگه گل زود هنگام نزنیم شاید بازی گره بخوره. حالا گل رو زدیم نیمه اول، متاسفانه نیمه دوم اینجوری شد. حالا 48 ساعت وقت داریم تا بازی ژاپن و من به نظرم ما از ژاپن یه قول ساختیم. حالا درست ژاپن خوبه، از لحاظ سازماندهی تیمی شاید بهتر از ما باشه، ولی اتفاقات تو فوتبال همیشه هست. همونجوری که عراق ژاپن رو برد چرا ما نتونیم ببریم؟ و من هرچند که خیلی سخته ولی میشه یه اتفاقاتی بیفته که دو سه روز بعد به سود تیم ما رقم بخوره. پژمان طارمی اخراج شد، تیم ما قشنگ چند دقیقه که وحشتناک تحت فشار قرار گرفت. حالا آیا واقعا فکر می‌کنید 10 نفره شدن ما باید اینقدر ما رو عقب میروند؟ به طور کلی من تو بازی هم گفتم به نظر من این تیم یک اعتماد به نفس عجیبی داره. اعتماد به نفس زیادش باعث میشه وقتی گل میخوره انگار توقع نداره گل بخوره، انقدر خودشونو برتر میدونن وقتی گل میخورن انگار دنیا به آخر رسیده. جلوی ژاپن ما این مشکل رو نداریم چون ما خودمون از ژاپن برتر نمیدونیم. این اندازه جلوی ژاپن فوتبال بازی میکنیم، حتی گل بخوریم شاید حمله کنیم، فشار بیاریم، ولی جلوی تیمایی مثل سوریه یا فلسطین یا امارات اینها ما یک اعتماد به نفس بسیار بالایی داریم که این خطرناکه. یعنی اگر گل بخوریم اون اعتماد به نفس میشکنه، از بین میره، یا حس تحقیری به ما دست میده که اون باعث میشه تیم اینجوری از هم بپاشه. اصلا توقع نداشتم بعد از 10 نفره شدن اینقدر ما عقب بکشیم و زیر توپ بزنیم به هیچ عنوان، چون ما داریم جلوی سوریه بازی میکنیم. واقعا نیمه اول بعد حتی استوب درست تیم سوریه نمیکرد، یعنی تیم کاملا درجه 2-3 بود. ولی حالا میگم الان انتقاد کردن خیلی کمکی نمیکنه. من مطمئنم ما جلوی ژاپن بهتر بازی میکنیم، مطمئنم. علی خان، ما پنالتی که شد هنوز پنالتی رو نزده بود بازیکن حریف، دو تا تعویض انجام دادیم. مهدی قائدی که به نظرم خیلی دوش خوب بازی میکرد و سامان قدوس که بهترین بازیکن ما در این تورنمنت بوده در کنار حالا طارمی و سردار، این دو تا تعویض شد. یعنی با فرض بر این که اون پنالتی خب احتمال گل شدنش بیشتر دیگه، یعنی 1-1 میشد. ما مهدی قائدی که یک مورد تاثیرگذار هجومی ما بود و یکی از بازیسازهای اصلی تیم رو داشتیم میکشیدیم بیرون، تیم نیفتاد بعد از حتی قبل از اخراج طارمی تیم نیفتاد. آیا به لحاظ مالکیت، به لحاظ تصاحب توپ؟ ببینید آقای فردوسی‌پور، من فکر میکنم که بهترین مربیان دنیا هم اشتباه میکنن. یعنی یه تعریف عامیانه تری هستش که میگن فوتبال بازی اشتباهاته، هر تیمی کمتر اشتباه بکنه مسابقه رو شاید ببره. حالا این اشتباه ممکن از روی نیمکت هم سر بزنه و من معتقدم که چرا تیم در واقع یک مقداری ظرفیتش کاهش پیدا کرد و این دیدگاه من از این فاصله دوره.
حالا به هر حال سرمربی تیم نزدیک به تیمش و با تیمش زندگی میکنه، میدونه و شاید در اون لحظه تصمیم گرفته که این کار به سود تیمشه. اما من میخوام بگم که عادل جان، مشکل فوتبال ما گرچه کادر فنی قابل نقده، اما مشکل فوتبال ایران کمتر به مربیاش بستگی داره. در یک جا یک مربی بیشتر مورد نقد قرار میگیره، یک مربی کمتر. من میخوام برم به فوتبال آلمان. ما میبینیم که آلمان دوران افولش رو داره میگذرونه. آیا یوآخیم لو مربی بدی بود که قهرمان جهان شد توفیقی پیدا نکرد؟ هانسی فلیک رو آوردن که درو کرد همه جام‌ها رو با بایر مونیخ، ایشون هم رفت. حالا ناگلزمان هم یه شرایط بحرانی و پس فوتبال آلمان مشکلش جای دیگه است. مشکلش تو مربی نیست، چون مربی نامداری بودن و کسب افتخارات. مشکل فوتبال ما میتونه بخشیش بمونه، یک پازل در نظر بگیریم، یک قطعه از اون پازل از فرمایید مربی باشه. یعنی در دوران آقای کیروش هم گاهی اوقات من خودم منتقد ایشون بودم، حالا یا درست بود یا خطا بود. میخوام شما بگم که در دوران جوانی ما که به کلاس های مربیگری میرفتیم، من هنوز تو ذهنم هست که مدرسین خارجی که میومدن میگفتن فوتبال سه تا سرفصل داره و زیر این سه تا سرفصل شاخه های زیادی، مدیریت، سرمایه گذاری، برنامه ریزی. اصلا اون دوتا رو من رها میکنم، سرمایه گذاری و برنامه ریزی، خدا رحمتشون کنه. ولی تو بخش مدیریت ما واقعا خیلی در واقع مشکل داریم، فوق العاده مشکل داریم. و وقتی میخوان در واقع، من خودم بخوام بگم که یک بار با یکی از رؤسای فدراسیون یه حالت مناظره همانندی بود که در واقع ایشون حضور نداشتن، با تلفن بودن و من حاضر بودم. وقتی صحبت میکردیم علنا به من تهمت زدن، علنا منو تا یک آدم کلاه بردار پایین آورد. من دردم گرفت، من ده ها عیب داشتم ولی این کار نبودم. و اونجا فهمیدم چرا فوتبال ایران کوچیک شده. خب اگر من دارم بی ربط صحبت میکنم، به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال کشور بیا با استدلال، با سواد، با منطق حرف من رو رد کنی. چرا این لومپنها و اوباش و اراذل صحبت میکنید؟ و من قصد در واقع تطهیر کردن خودم رو ندارم. این جامعه است که باید در مورد افراد از جمله بنده قضاوت بکنه. ولی وقتی اینطوری برخورد میکنن، یعنی میخوان فضای نقد رو ببرن. من بازیگر سینمای صامت نیستم که ساکت باشم. با احترام به مخاطبم، به مسئولین در مورد فوتبال انتقاد میکنم، نقد میکنم و وظیفه‌مون اینه. وقتی شما در برنامه که آقای فردوسی پور داشتن حضور پیدا میکردیم، ماهیت برنامه انتقادی بود، درش هیچ گونه دشمنی نمیدونم، چیزایی که بوی بدی به مشام برسه وجود نداشت، بلکه در راستای ارتقای سطح فرهنگی فوتبال و ارتقای سطح فنی فوتبال بحث میشد، گفتگو میشد. الان من یک چیزی تو ذهنم رسید که وقتی خوندم عادل جان خیلی رنجیدم. بعد از ماجرای آقای فقانی و اخراج کردن بازیکن عراقی که همون خودمون میدونیم که چه مسائلی ایجاد شد، فدراسیون فوتبال استرالیا آمد از ایشون و خانوادش با تمام وجود حمایت میکنه. ولی از مسئول کمیته داوران ما که سوال کردن، گفت داور ما آقای بنیادی فره. آقای فنایی هموطن ماست، برای ما افتخار آفرینی کرده و
صحنه های بزرگ جهانی رو قضاوت کرده و شما شرایطی ایجاد کردید که رفت به استرالیا، چگونه از یک هموطن خودتون که برای ما افتخار آفریده یک کلمه دفاع نمی کنید؟ ببینید اینها وقتی که جمع میشه، آقای جمشیدی عزیز، جواد جان، اینها در واقع به فوتبال آسیب میرسونه، به فوتبال صدمه میرسونه. ما داریم مرتبا فوتبال های جهان رو میبینیم، نمیخوام از این فوتبال رو درس بگیریم، یه چیزیشو یاد بگیریم و ببینیم چجوری رفتار میکنن. و به اعتقاد من در دنیا هیچ پدیده‌ای به جز خود زندگی شبیه فوتبال نیست. خیلی مخرف، بحث جالبی بود. جو آقای فقالی بگم الان امروز آقای طارمی کارت اولش رو واقعا بی خود گرفت. آره کاملا. پس ما هم میتونیم الان بگیم ما این داور رو میریم الو بل میکنیم. اصلا حق ندارن اونا همچه حرفی بزنن. آقای فقالی تصمیم گرفته اون بازیکن رو اخراج کنه. حتما دو سه بار سوت زده اون نیومده و تصمیم گرفته. اون موقعی که اونا گل زدن بازی نمیدونم چند بوده. میگن بیشتر شادی کردن و اینها. حالا چون این بازیکن تنهایی شادی میکرد، تیمشون برگشته بوده تو زمین. نظر من آقا، من حالا اونجا نبودم، این بازیکن اول رفت جلوی بازی تماشاچی تیم حریف سر تکون داد بهشون، بعد که این تموم شد یه شادی جدید شروع کرد، نشست تو زمین شروع کرد غذا خوردن. آقای فقالی تصمیم گرفت بهش کارت بده. مثل کارت اول امروز آقای طارمی. حالا کدوم یکی از ماها گفتیم داور نباید این کارو می‌کرد یا همین چیز؟ من این حجمه چیه؟ شادی سومی که انجام داد یه شایبه به وجود اومد که مثلا توهین جنسی کرده به هواداران اردن، که اصلا اینجوری نبوده. یعنی اون حرکتی که انجام داد واقعا اصلا همچین معنی نداشت. در نتیجه الان حجم در مورد آقای فقانی که آقا این تصمیم سخت گیرانه بود، بعد شما در نظر بگیر آقای گل مسابقات تا الان که احتمالا آقای گل هم بمونه اخراج میشه 2-1 عراق میشه 3-2 اردن. خیلی بدشانسی هم اصلا دیگه عراق کلا به هم ریخته. این بدشانسی رو من اولا بگم اگه من بودم با توجه به اینکه این بازیکن کارت داشت این کارو نمی‌کردم. یعنی من حتی احساس می‌کنم آقای فقانی حواسش نبود. نه میدونست. می‌بینی چه پژمان رفت سمتش زرد که در آورد بلافاصله قرمز رو در آورد. من میگم میتونست این کارو نکنه. یعنی من اصلا کلا من جای اف سی بود. داور آقا من میگم ما ایران یه بار بازی ایران و عراق از داوری زخم خورده. نه. بعد به هر حال ایران با عراق جنگ کرده. 8 سال یه عالمه شهید داده. میتونست این داور رو یه ذهنیت منفی به هر حال نشون بله. یعنی وجود داره دیگه. اصلا انتخاب علیرضا فقانی که حالا درسته در زیر پرچم استرالیا اومد، ولی این اصلا انتخابه این همین چه اف سی به همشون میاد. آقا اصلا برنامه بازی رو نگاه میکنیم خنده داره. ما الان چهارشنبه آخرین بازی رو انجام دادیم، یعنی کمتر از 72 ساعت دیگه اولین بازی ما اونجا نه اولین نیستیم. حالا الان بچا چارت هم میندازن، نمو داره درختی رو میندازن. من یه توضیح میدم تا بچا آماده میکنم. ما روز شنبه یه مهمون، ما همه مهمونمون خدایش درجه 1 بودند، یعنی از خودم رو بگم گفتم از جواد نکونام گرفته، بعد کریم باقری، بعد مسعود شجاعی، جواد کاظمیان، امیرخان آجزایی. و شنبه با احترام به همه این عزیزان یه مهمون درجه 1 دیگه، علی دایی مهمون ما خواهد بود. و قبل بازی ایران ژاپن خدمتتون خواهیم رسید. ساعت 3 بعد از ظهر آقا فیلم هستم، آفیش هستن. آقا من اصلا احتمالاً نیستم از الان بگم. حالا من خواستم بگم کار همین الان، چون بعد برم الان میخواد بره، میخواد الان بپیچونه. الان بعد برم سر فیلم برداری. نه بپیچونم این جمعو مگه اصلا بودن آقا اجازه منم چون دوستام بشینم ایشون نگاه کنم. ماه بعد در خدا. آره تو که جای خودش میبینم که تازه دیدم. علی دایی رو بده من اجرا کنم. علی دایی اینجا داری همینقدر مدعی ها. واقعا میخوام سوال بپرسم. این شما فکر کنید جوک بود ولی واقعا جدی. میخوام سوال بپرسم. واقعا آقای دایی تو نمیشناسه عزیز من. میخواد آقا بگیرین آقای دایی رو. شما ببین من زودتر با آقای دایی هم بازی بودم. موقعی که ما تیم ملی هم بازی بودیم تو کجا بودی؟ مشغول مگه بازی کردی آقا؟ مشغول تو منتخب. کجا بازی کردی؟ مشغول شهرش. آقا شهر تو کاشان. آقا مخلص کاشونی هم یه وقت ناراحت نشه. من این شوخی رو با هم داریم. اونم میگه کرج بوده من ده به دریا رفسنجان. به من رفسنجان رو ما هم میگه وگرنه که ما مخلص همه ایرانی هستیم. تبه تاج سرمان و
عزیزای دل منم مشکونم رفتیم با جواد و کلی جای قشنگ و زیبا و مردم مهربون و دوست داشتنی. آره من خوب شد پس تو اینو حالا ادامه حرفتون رو بگید. آره من برنامه بازی حالا بچه‌ها نشون دادن چون صحبتش شد، اولین بازی مرحله یک چهارم تاجیکستان اردن، یعنی یه تیم از بین تاجیکستان اردن قطعا نیمه نهایی خواهد رفت دیگه. بعد استرالیایی که دو روز پیش بازی کرده جمعه بازی داره، یعنی قشنگ 4 روز بین 4 تا 5 روز استراحت کرده، با کره جنوبی بازی میکنه که دیشب 120 دقیقه بازی کرد، بعد قطر با ازبکستان شنبه آخرین بازیه مرحله یک چهارم و قبلش هم ژاپن ایران شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. یعنی برنامه‌ریزی بازی ما 120 دقیقه بازی کردیم، تیممون هم به لحاظ سنی به هر حال سنمون از بقیه تیم‌ها بالاتره و البته خوبش اینه که ژاپن امروز بازی کرد. ژاپن ساده برد دیگه تیم بحرینو و آره دیگه. تو واقعا کی میخوای بخوای بری واقعا؟ من اگر اجازه بدی. نه هنوز کار داریم، ولی سب کن بابا جان، یه 2-5 دقیقه میتونی بمونی که. بله خب ما یه بخشی از گلچین و بچه‌ها اونو پخش میکنم، بعدش با پژمان یه 3-4 دقیقه دیگه برنامه رو ادامه میدیم و دیگه اش خدافظی میکنیم، باید بره سر صحنه. و چه فیلمی هستی الان؟ یک سریالیه برای آقای سامان مقدم. بله. مستقیم به سمت دروازه خطرناک زده شد. بر نمیگشتی کاظمیان. اول ضد حمله است در موقعیت 3-3، فرصت خوبی است برای جواد کاظمیان، خودش در عرض حرکت تو سرتون اینا رو من بهش یاد داده بودم. چی برات نیست این جواد کاظمیان سر دیوارو من بهش یاد دادم. یعنی شما فوتبالیست باشی برید دو میدان کار بکنید دیگه، ببین چه خبره دیگه. رفته الان این بازی من پنالتی گرفتم بهروز توپو دادم به بهروز بهروز بزنه رویش خوشه زد منو من احساساتی سرو گرفتم اینبار حالا مثلا خودم زدم جواد کاظمیان جباری بود نه کاظمیان اون کنار دوید آقا چجایی میگه من تو رو تو پرسپولیس فقط تو شادیه بعد از گل یادم جوون رو من اومدم بالو پر دادم بهش به خودم اینجوری میگه جواد کاظمیان آقا اینو دارم میبینم نمیشه بزنیم اون جواد کاظمیان رو تک زد زیر پای من اگه بشه ببین تک نمیذاره نه من ندید میگم به خدا نه جواد اصلا تک نمیتونست بزن یه روب طول میکشی بعد میشه اسپارو دراز میکرد یه ذره آه اینا هست اینا اون که میدوید مگه خودش نبود نه جواد بود خب پس خودش بود این آقا صحنه رو تو رو خدا به من بده زمین چیزی گیرش من براش بفرستم حمالی پشتش میکردم یه میرفت پشت میزد فلان میکرد آقای کاظمی آقا اونها اون درسته بیا الان ببین آره. اخ نمی کنی به دروازه فقط دنبال توپ بودی اینجا رو میگم اینا این پشتیه مگه تکلم میزده آقا یه آقای کاظمی چه تکلیه ادای منو میخواستی در بیاری بیست دقیقه طول میکشه تا تکل بزنه خب آقای تکل یه بار عدات هم داشت در میابرد میگفتش که آقا میگم اول تصمیم بعد دست راست بلند شد یه بار بلند شد اون تو برنامه که با من بودی فکر کنم گفتی که اونو در آوردی یه روب طول میکشید دستشو برداشت تکل برد نیستی بزنی آبرو بر بازیکنهای تکنیکی تکل بلد نبودن هیچ وقت بازیکنهایی که احتیاج به تکل نداشتن پژمان همیشه رو زمین بود همیشه پاهاش زخم بود الان پاهاش خیلی اوضاع داغونی داره آو اون گل یه گلی بود که خیلی کری می‌خوندی سر بله بله سر پژمان آره ببینم ها برنامه تحقیر منه درسته حسین یوسفی و جواد کاظمیان به همراه اون که من نبودم 11 مرد تیم سایپا هست این تو اینجا آقای جمشیدی بود ببین میگه این سر توپه یعنی چی سر توپ آقا من رو هوا سر توپ بشناسم من کار دیگه چی کار می‌خواستم بکنم پژمان جمشیدی شماره رو نگاه کن شماره 10 پرسپولیس وقت خوشیدی آقای آرخان پژمان جمشیدی دریب اصلا نمی‌خورد سر توپ به هیچ وجه واقعا نمی‌شد ازش رد یه زانتی بود واسه خودش ولی من رو هوا بهش سر توپ زدم بابا من اصلا توپو به خدا پشتم ندیدم این سر توپ حساب نمیشه سر توپ رو هوا آخه نیم مجله آقا سر توپ رو هوا بهش زدم علی آقای پروین تو رخکن یه چیزایی بهش گفتم نمیگم بابا باری که این بچه رو تحقیر نکن
چقدر خوب زدی. حالا شانس ما الان اگه مثلا منو دیریب نزد و یکی دیگر رو دیریب زده بود میزد ساعت ورزشگاه. خیلی خوب، خیلی خوشگل بود، خدایش خوشگل. خب خوب سر توپ زد به تا. سر توپ بود دیگه آقا، دیگه توپ رو هوا توپ بعد روز من رو خودم رو هوا بودم. چیکار می‌کردم رو هوا؟ فکر کردی من میزنم سر زد، من آوردم زدم سر توپ بعد با چپ زدم. سلام. تصویر اونا رو داریم؟ چیزا رو؟ آها هستی. آره. خب این برنده‌های پیش‌بینی رو که یه جایزه 10 میلیون تومانی کشتی منو یه جایزه 10 میلیون تومانی به قید قرعه بین همه شرکت کنندگان مسابقه پیشبینی در هر بازی مرحله حذفی از طرف دیجی کالا. اینم تاثیر برنده هاشه که میبینیم که باشون تماس میگیرن. هر بازی 10 میلیون تومان آرابشون داده شده، داده شده. بله. اگر نگرفتین زنگ بزنید تو من اینجا بگید که من آبروی ببرم. یه پژو 207 هم که قبلا هم اعلام کردیم برای بالاترین امتیاز شرکت کن. در پایان مسابقات به همراه جایزه 100 میلیون تومانی برای نفر دوم، 50 میلیون، یعنی 207 نفر اول، 100 میلیون نفر دوم، 50 میلیون نفر سوم از طرف قنچه لامصب. اصلا هیچی هم باشه نمیشه خرید الان دیگه با این پولا. برای نفر سوم از طرف قنچه دست دارم. آقا از سو ادیروز داره میگه اینو بگو تو رو. آقا یاد قبل اینکه پژمون بره 3 ثانیه من چی بگم؟ یه خاطره بگم. ایرلند بود این بازی که اونجا 2-0 باختیم، بعدم تو آزادی یحیی گل زد ولی صعود نکردیم. منم هم همراه تیم بودم دیگه، من خیلی قدیمی ام. تولد پژمون بود. 2 روز قبل تولد آقای کریمی بود، علی کلی بلازویچ براش میز چید و بهش پاداش داد، دلار داد و اینا. بعد آقا مهرداد مینا خدا رحمتش کنه رفت به بلازویچ گفت، چون بلازویچ مهرداد رو خیلی دوست داشت، رفت گفت که تولد کریمی بوده، امشب تولد جمشیدیه، براش تولد بگیریم به $100-$200. بلازویچ شروع کرد داد و بیداد، تولد جمشیدیه به من چیده. لای میزاد اونبال مهرداد خدا بیاموز میدوید بلازویچ بزنه. ولی اینه که میگه نیست، مثلا برای من یه تاریخی بود. تو جمله بعد گفت الان نمیتونم. برای من 10 شهریور بود، برای مثلا علی چند ماه بعدش بود. مرداد رفت گفت تولد بژمانه، حالا این خاطره رو زیاد تعریف که دنبال مرداد کرد. به چلگر میگفت فقط اینو نگه دارین. این فقط اینو پیداش کن. گفت تولد بژمانه. 3 ماه بعد من دیدم کیک گرفتن طبق طبق دارم میارم. گفتم بابا تولد من 2 ماه پیش بود، بگو من ناراحت نشدم. گفتم بابا برای تو نیست، برای کریم میارم. خلاصه که اینطوری. خب الان راحت شدی؟ اجوا بیا اینم رفیق تو رو قرآن خودتو دیدی تا حالا؟ جدی آینه دادیم خونه؟ خدایی؟ آقا لامصب. آقا من الان از این کارگردانه آقا لامصب. آخه بابا الان این کارگردانه که باشه اسمش چیه؟ من چه میدونم؟ شایعه. اصلا شایعه کسی. آقا یه کارگردان معروف ایتالیه. خب حالا هرچی ببین پژمان آره دیگه واقعا من طرفدارش بودم آقا اجازه من 20 سال بیشتر آلا پشرفت کرد طرفدار شد از عاشق شد طرفدار نه عاشقش بودم واقعا آینه دارین الان خب خدایی من از اون کارگردانه بهترم بابا 70 سالشه من 42 سالمه من میتونستم نمیره صبح تا شب بدو یارو با مغزش داره استفاده میکنه خب من جای دیگه بیشتر به درد میخوره آقا قاضی کار بلش کن آقا بلش کن این حد اصلا بی بچه ها بودین اینو تو بهتری بلش کن برای که ثابت کنه همه کار میکنه خب خیلی من خیلی خوب بود به خدا که تو خوش تیپ و جذابی به خدا بیا شوخی میکنم که مردم یه ذره حالشون بهتر بشه خوب شد بردی بگه اینا رو میگفتیم هزار تا تهمت به اون میزدن اگه نبرده بودیم خیلی ممنونم خیلی کیف کردم دیدم تو برنامه آماده داریم من خدافظی کنم آره یه بخشی از صحبتی کردم من خدافظی کنم جواد راجع به گلی که بازی تیم ملی جوانان همه گلات من گزارش کردم من خدافظی کنم اول آره دیگه آقای عاجزی کیف کردم قربونتون برم من باعث افتخار خواهش میکنم متقابلا قربون شما برم شما هم برای ما عزیزین برای مردم عزیزین تاج داری. سر ما نوت داری شما قدر شما رو میدونیم فدای شما میشم ان شاء الله سایه‌تون بالا سر ورزش کشور باشه محبت داری شما قربونت برم از دور میبوسم تو خدافظی میکنم خدافظ قربونت برم خدا شما در تماس خدا نگهدارتون خدا نگهدارتون هاشف موبایل در مورد ساعت برگزاری این رقابت ها حالا شاید بهتر می بود که بین دو بازی بیش از 2 ساعت فاصله میذاره یعنی بازی که ساعت 1:30 بازی اول انجام میشه بازی دوم ساعت 4 مثلا برگزار میکردن حرکت از جواد کاظمیان میتونه سانت کنه حالا این کارو انجام میده و توپی که توی دروازه قرار میگیره گل سوم برای تیم ایران توسط رضا حدادی
رقم میخوره. ایران 3 کویت 0. حرکت زیبایی رو شاهد بودیم از جواد کاظمیان، پاس داد به رضا حدادی و حالا رضا حدادی با این گلی که میزنه شاید از لحاظ روحی هم در شرایط بهتری قرار بگیره. با هم نگاه میکنیم، کلی مکس کرد اما پاس بسیار خوبی رو انداخت برای حدادی و هم در بین 3-4 بازیکن یک تک ضربه آرام رو به توپ زد تا ایران 3-0 از حریف خودش جلو بیفته. باز هم کاظمیان خودش با توپ حرکت میکنه، میتونه ضربش رو بزنه و توی دروازه. یه گل فوق‌العاده از جواد کاظمیان که حساب کار رو 2-0 میکنه. قشنگ از بین 3 نفر این هم چهارمی و پنجمی و ضربه که با پای چپ در درون دروازه قرار میده تا 2 گله بشه در این دور از رقابت ها و تیم ایران را هم صاحب دومین گل کنه. خب خسته نباشه، ساعت هم بگم، ساعت 11:20 است، یعنی بازی لیورپول و چلسی هم امشبه و ما داریم صحبت میکنیم در رابطه با بازی ایران و سوریه. همین خان آجزایی که مایچ میکنه، چه کیفی میده کنار شما آدم درست صحبت کنه بعد از چند سال. خب خیلی برای من خیلی لذت بخش، کلی ما کیف میکنیم با هم دیگه. ولش کن لیورپول چلسی چیه بابا، اصلا جوادم که رفیقمونه. حالا من بعد بگم من طرفدار یونایتدم. خب طبیعتاً یه جمله آقای فردوسی‌پور گفتن که خب اینم صادقانه بود اون جملهش، گفتن اینقدر که یونایتد میبازه من خوشحال میشم، لیورپول میبره من خوشحال نمیشم. صادقانه گفتن دیگه. آره واقعا جدی میگم، من همیشه آدم هم کلن جدی میگم، از باخت تیم رقیب بیشتر از برد تیم خودم خوشحال میشم. من هیچ وقت از این شکست های یونایتد تو این چند سال اخیر که مرتب هم میبازه خیلی هم گل لیورپول میخوره ناراحت نشدم تا جایی که اون هفته گل خورد. اون هفته خیلی هفته هم ناراحت نشدم. جیمی کاراگر اومد اون نوشابه قوطیه رو گذاشت روش هفت بود. آره سون اپ اون هفته گرفت طرف دوربین. آره. مثل که با گری نویل دو تایی با هم کار میکنن. آره خیلی با هم کوری. آره خیلی با هم کوری. هفته گل گذاشت. جواد الان بیشتر طرفدار رئال یا طرفدار پرسپولیس؟ والا خب من تو پرسپولیس بازی کردم، عکسمو نشون دادی تو استادیوم آزادی، از کاشان از مشکون به قول پژمان میمادم پرسپولیس تشویق میکردم طبیعتا. خب پرسپولیس، ولی خب یه رئالی اصیل هم هستم دیگه. منم همون از برد رئال خوشحال میشم ولی از باخت بارسا بیشتر. ها چی شد بارسا با اساسانا چی شد دیگه؟ 0-0 فکر یکی زده بارسا زده اشکال نداره، 10 امتیاز جلوییم. شما امسال به فکر ژیرونا و اتلتیکو مادرید باشید، بارسا که نمیرسه بهت. بگو چی می‌خواستی؟ نه این تیم ملی جوانان یاد مونیکا بلوچی افتاد. آقای حاج رضایی به عشق پاک منو مسخره می‌کنن. نه بابا. خب شما دیگه هر دو تا فیلمشون رو دیدی دیگه؟ من همه رو دیدی. سینا پارادیزو رو دیدی، مالنا رو دیدی؟ بله از مالنا شروع. خب من حق بودم به شما. دیگه جوانیه دیگه. آره دیگه. آقای عادل خان، مسعود و پژمان من نبودم اینجا پشت سر من خیلی حرف زدم. با پژمان که کشتیش. یه چیز در مورد مسعود بگم، مسعود من خیلی دوستش دارم، مثل داداش کوچیکم، خیلی ماه، پسر خوب خوشقلب. و اینکه تیم سایپا بودیم، ما بزرگسالان سایپا بودیم. بعد اون موقع مثل الان دیوار دفاعی نبود از این آدمک‌های آهنی که بخوای ضربه کاشته تمرین کنی. مسعود و 4-5 تا بازیکن جوانان می اومدن وای میسادن دیوار دفاعی من کاشته تمرین می‌کردم تو برف، تو بارون، تو سرما، تو گرما. ولی مسعود این بینیش از هزار شبیه علی باباس اینجوری پرمید، این توپا رو من تو صورتش زدم اینجوری شده. گفتم در مورد مسعود اینو بگم که نیاد اینجا پشت سر من حرف بزنه. بابا خوب گفت. ولی حالا از شوخی گذشته، مسعود واقعا فوتبالیست خیلی توانایی بود، خیلی. و من دوست داشتم آخر فوتبالش اینجوری خدافیزی کنه و حالا تا 36-37 سالگی بازی کرد. به نظر من 2-3 سال بیشتر بازی کرد، میتونست تو 33-34 سالگی خیلی تو اوج کنار بذاره. ولی خب چیزی از ارزشش کم نمیشه. امیدوارم تو این سمت جدید تو مربیگری موفق باشه و من آینده خوبی براش پیش میبرم. آره هم پسر خیلی خوب و به قول تو خوش قلبیه، هم خیلی آقا با شخصیت و فوتبال هم دنبال میکنه، خیلی هم علاقه داره، خیلی هم میل به پیشرفت داره. و برو دستیارش شو. من دستیار مسعود داشتم.
والا من آقای دلخانی، شما یکی از کسایی بودی که بالا به من لطف داشتی و زیاد پیگیری کردی که من برم یه جا مشغول بشم. ولی واقعا من شما میدونی چقدر فوتبال دنبال میکنم، فوتبال خارجی، فوتبال ایرانی تحلیل میکنم، میشینم، ولی اینجوری با این شرایط، با این جو که به فوتبال ما حکفرماست فکر نمیکنم. حالا پیشنهادی که سه چهار تا پیشنهاد کمک داشتم قبول نکردم، به شرایط من نمیخورده، ولی واقعا این جو رو دوست ندارم. در مورد آقای حاج رضایی بگم، حالا بچه تر بودیم، فوتبال ها رو میدیدیم، ایشون تحلیل میکردن، رو نیمکت تیم ملی بودن، تیم ملی زمان آقای مایلی کوهن و زمان آقای پروین و حالا جام جهانی هایی که گذشت. و قبلا آقای حاج رضایی فوتبال چیزی دیگه بود، جام جهانی هایی که گذشت 2002-2006، من به نظرم بعد جام جهانی 2006 جام جهانی های بعد یه ذره کیفیتش اومد پایین به خاطر اون نبود اون فوتبالیست های خلاق، ولی همون جام جهانی 2014-18 با اون کارشناسی های زیبای شما، با اون جمله های شما آقای دکتر صد و خود عادل خان، فوتبال یه چیز دیگه بود اون موقع. و حتی ما کارشناسی های بین نیمه اول بازی آخر بازی با دقت می دیدیم، لذت می بردیم. حالا جمله هایی که شما از فرگوسن می گفتی، از یه مربی خارجی می گفتی، ما رو خب خیلی بیشتر مشتاق می کرد که بشینیم ببینیم. و حالا متاسفانه الان هیچی مثل قبل نیست دیگه. نه دیگه، خدمتتون عرض کنم که در واقع من بعد از چند جلسه که خدمت آقای فردوسی پور بودم، به یک کشف و شهودی رسیدم و که در کنار سایر عزیزانی که میشستم این حالت وجود نداشت. یعنی حالا آقای فردوسی پور لطف داشتن زیاد به من گیر نمیدادن و میگذشتن از من، ولی واقعیت این بودش که یک برنامه بود که شاید تنها برنامه بود که من در واقع دوست نداشتم اون برنامه رو. یعنی در واقع دوتا مهمانی که آمده بودن، یکی موافق در مورد یک موضوعی، یکی مخالف، همسنگ هم نبودن. کدوم؟ خدمت از کنم آقای صفایی فرهانی بودن. آقای آره بله. برنامه بعد از جام ملت‌های 2000 بله 2000 و خب طرف مقابل که ضعیف تر بود یا به تور میزد یا بیرون میزد و دوستشم یه انتخاب بهتری صورت میگرفت. خیلی نادر بود مثلا این اتفاقات بیفته تو برنامه. حالا من کلا ما نزدیک 1000 تا برنامه 90 رفتیم، 900 و خورده. نه. قطعا خطا زیاد داشتیم. مثلا این کسی که بخواد بگه من اشتباهی نداشتم، نه که نه که اون که خیلی بوده، اصلا خیلی قطعا خطا داشتم من. و حالا من الان اتون یاد اون برنامه 2007 افتادم که من و شما و آقای ذوالفقار نسب بودیم و امیر خان قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی اونجا بودن. من چند وقت پیش نشستم و دیدم اون ویدیوهای مربوط به اون برنامه رو. الان اگه برگردیم به سال 2007 که اون موقع من 33 سالم بود، قطعا اینقدر تون انتقاد نمی کردم. من یعنی قطعا جای اینو داره که من تو اون برنامه انتقاد باید می کردم، قطعا جای انتقاد وجود داشت، ولی نوع بیان، ادبیات من، حتی بادی لنگویج من تند بود. و یعنی الان قطعا اگه بخوام برگردیم بقیم این اشتباهات رو انجام نمیدادم. بله. و کماکان نقطه وجود داره، کماکان سر جاش هست، همه اینا سر جاش هست، ولی این که الان این نکته الان من میخواستم به این برسم، آقا 2007 یه اتفاقی رخ داده، با بس دیگه آیه قرنویی، با الان هر کنفرانس خبری آقا سال 2007 مثلا فلانی. مثلا آقای فردوسی پور، من بذارین اینجا یک دفاعی از مربیان بکنم، شغل خیلی سختی. بله. فوق‌العاده سخته. و خب توی رخکنهای زیادی بودم، تو راه راه بودم. من حالا اسم نمیبرم، یک مربی اسمی این کشور بین نیمه رفت زیر سرم و یا اندلال بهش میدادن بخوره، تپش قلب. یکیشون به من میگفتش که من نمردم بفهمم فشار شبه و اول قلب چیه، ولی فشار خیلی زیاده، خیلی به مربی ها فشار میاد. نمونه های خارجیش هم دیدیم که مثلا حالا جرال هولیه فقید چند دفعه عمل جراحی کرد، فرگوسن پیس میکر شده، دیگران این فشار خیلی زیاد به مربی میاد.
و میخواستم بگم چقدر زیبا شما الان تحلیل کردید که ما گاهی اوقات تندروی داشتیم، توجه میفهمم خودم عرض میکنم، و فرض بفرمایید که مثلا یه بار من تو منطقه تهران پارس یه آقای اومد جلوی من، خیلی با جوانم بود، خیلی با در حال حالت پرخاشگونه گفت آقا این چطور حرف زدن، من طرفدار پرسپولیس هم اینجوری حرف زدی؟ گفتم که گرم بود هوا، گفتم خب این تو سایه شکایت کن، اینجا تو آفتاب واسدی. گفتش که ما یکیش عقب افتادیم، شما میگه این خط حمله پرسپولیس عقیمه. آقا حالا یه چیز دیگه بگو، ما این امیدواریم که یک یک بشه. بعد شما اینجوری صحبت میکنیم داره درست میگه. یعنی من با احساسات هوادارا با عباراتی که به کار بردم بازی کردم و خیلی ناراحت شدم، اونجا ازش عذرخواهی کردم، گفتم شما درست میگین. یه بارم یه اصطلاحی از آقای دتمار کرامر یاد گرفته بودم، اونو به کار بردم که گفتم دفاع این تیم مثل پنیر سوئیسیه، پر از سوراخه. خب اون مربیشون من دید گفت بله دفاع ما خراب بود، اینو تو یاد بقیه دادی، چرا این چیزو گفتی؟ دیدم داره درست میگه. این تنها چیزی که میتونم بگم، یه خود بهش در واقع میتونم پایبند باشم، این بود که اشتباه زیاد داشتم اما دروغ به مردم نگفتم. این دومی یه مقدار خوشحالم میکنه، ولی اولی چرا؟ تماشاگر احساساتش جریحه‌دار میشد، میتونست از عبارت ملایمتری استفاده بکنی، حالا هر کی هر چی که باشه، ولی خب ما هم از این اشتباهات داشتیم. بعضی هم خب سالیان سال تو حافظه‌شون میمون، رهانه میشد، بعضی هم میگذشتن و اغماز میکردن. آره نه. یه سری چیزا که مثلا من مثلا گیر میدادم، اصلا پشیمون نیستم بابتش، اصلا بابتش پشیمون نیستم، ولی مثلا محمد نصرتی، من یه بار تو بازی ایران کره خیلی تند در موردش صحبت کردم، خیلی بد بازی کرد، بازی ایران کره بود، کجا بود؟ تو سئول بود، کجا بود؟ خیلی تند، بعدش خیلی ناراحت شد و اینا، بعد حتی من یادم زنگ زدم با مادر محمد هم صحبت کردم، ازش حلالیت طلبیدم. بعضی موقع از این چیزا پیش میاد. یکم فضا رو عوض بکنیم. آقا این حالا گفتم من مهمون بعدی برنامه ما علی دایی هست. یه خاطره حالا قبلا تو 90 با جواد صحبت کرده بودیم، بازی ایران اردن بود. اینو میگم من موهام سفید شده، یکی علی دایی به من پاس نمیداد، یکم تو به من پاس نمیدادی. نه من علی دایی رو نگفتم به من پاس. نه میدونم. نه الان نکته جالب این که این امیر خان خیلی باحال صحنه بود. بازی ایران و اردن، بعد آقای جواد خان کاظمیان با اون پشت موی قشنگش اومد تو. بعد بازی خیلی برام حساس بود. ما مساوی می‌شدیم. آره. اصلا مرحله بعد جام جهانی نمی‌رفتیم. آره که وحید هاشمیان اضافه شده بود به تیم و نیکبخت زد. این فکر کنم این صحنه است. من می‌خوام این توپو داد به جواد علی دایی. میگم دست توپ زدم. اینجا باید میدادم به آقای دایی. ببین سرم پایین بود آقای حاج رضایی. بله. فقط استرس هم داشتم، می‌خواستم یه کاری بکنم. توپو دادم آقای کریمی. حالا علی هم زد. بعد که تو فیلم دیدم این سر توپو که زدم آقای دایی خالی خالی بود به خود. آره تو انتخاب اشتباه کردی. اشتباه کردم، ندیدم آقای دایی. چون آقای دایی گلش میگه با یه بغل پا. آره بعدش بعدش خود جواد دوباره حرکتو یه حرکت شروع میکنه خود جواد. اصلا عصبانی همون از جواد عصبانی بوده. اینجا این پاس من دادم به آقای هاشمی ها. سانت کرد علی آقا زد تو گل. بعد جواد کاظمیان شاد و شنگول و خوشحال و خیلی میاد سمت علی دایی. این نیکبخت نفر بعد من عالی بود. برو برو بابا جان. خب راست میگه، چرا بهش پاس داد؟ یه چنگی هم انداخت کمره. آره به خدا ندیدمش، تو فیلم دیدم. آقای عادل خان اردن دو تا خاطره خیلی تلخ واسه من داشت. اصلا بدم میاد از اردن وقتی اسمش میاد. یه دونه همین بازی بود که اون پاسو من ندیدم، به آقای دایی ندادم، بعدن متوجه شدم. من اصلا به خدا در کاراکتر من این نبود که پاس ندم. من همیشه به عنوان بازیکنی که پاس گل میده
حالا چه افتخاری بالاتر از این که پاس به علی دایی بدی گل بزنه. به خدا اصلا به روح برادرم اصلا نمیدمش. یکی اینجا بود که بعد حاشیه ها شروع شد، من این مدت تیم ملی دعوت نشدم و اینا. یه بازی هم دوباره با اردن بازی داشتیم زمان آقای شاهروخی، ایشون سرمربی بودن، رفتیم اونجا بازی رو باختیم، من یه 20 دقیقه بازی کردم. بعد اومدیم جو تیم ریخته بود به هم آقای اجرزایی، تو فرودگاه بودیم می‌خواستیم بیایم تهران، آقای دکتر دادکان صحبت کرد که بچه‌ها تو مسابقه دقت کنید و اینا. بعد نوبت آقای شاهروخی شد که صحبت کنه، من اصلا حواسم نبود، تو فریشاپ خرید کرده بودیم، یه پلاستیکم دستم بود، یه چیزی خریده بودم، این دستم تو جیبم بود. یه دفعه آقای شاهروخی به من گیر داد، آقای کاظمیان دستاتو در بیارت تو جیبت. من اصلا اون عقب مونده بودم. یه دفعه بعد خیلی اتفاق تلخی بود، بعد از این جمله آقای شاهروخی من یک سال به تیم ملی دعوت نشدم. یک سال واقعا، در صورتی که آماده بودم، شرایطم خوب بود. نکونام همون موقع بهم گفت گوشو دیگه تیم ملی دعوت نمیشه. یک سال دعوت نشدم، ولی خب اینا اتفاقاتیه که تو فوتبال میفته. من از آقای شاهروخی یا آقای فرکه مثلا ناراحت نیستم، حالا شاید ناآماده بودم، دلیل فنی بوده، ولی من از اردن این دو تا خاطره بعدو دارم، یه دونه آقای دایی و یه دونم آقای شاهروخی. اون اتفاق افتاد، ولی یه عکسی با آقای دایی نشون دادی شما، من بودم جام تمدن‌ها بود. آره. من و ایمان موبلی بچه بودیم تیم ملی بزرگسالان، ما رو مربی آقای براگا بود، یادتونه برزیلی بود. آه. یه چند تا بازی اومد، بعد رفت آقای بلازویچ اومد. یادم دکتر زادمه سرپرست تیم بود، آقای دایی هرتا برلین بود. بعد اتاقای کمپ اون موقع، بله همین عکس، اتاقای کمپ 4-5 تخته بود، من و ایمان تو اتاق بودیم، آقای دایی دیرتر به اردو اضافه شد، آقای دکتر زادمه آقای دایی رو با ما هم اتاق کرد و اصلا یه چیز خیلی جذاب و باور نکردنی واسه ما بود. ما هم چون تیم ملی جوانان مسافرت می‌رفتیم خارج از کشور، تازه یاد گرفتیم دوربین با خودمون ببریم، دوربین تو کیف آماده، تا آقای دایی اومد تو اتاق کیفو گذاشت، ما سری با ایمان دوربین رو برداشتیم، عکس گرفتیم. من اصلا باعث افتخارمه که آقای دایی رو از نزدیک دیدم، خدا کمکم کرده باشه، تو پرسپولیس و تیم ملی هم تیمی بودم. و این اتفاقات تو فوتبال طبیعیه، ایشون دو سالم سرمربی تیم ملی بودن و منو دعوت نکردن. از زمان آقای براگا تا زمان آقای کیروش، که من زمان کیروش هم 3-4 تا بازی ملی کردم، تو این فاصله من تمام مربی‌ها منو دعوت کردن تیم ملی، همه 7-8 نفر بودن، فقط آقای دایی منو دعوت نکرد که 27 سالم من بود، توش اشباب بودم، تیمم قهرمان امارات شد. همون پاسه بوده. حالا نه، من اصلا آقای چیز آقای اصلا آقای دایی، آقای حاج رضایی میون حرفتون، من اصلا ناراحت نیستم. آقای دایی آخر فوتبال شیرین، بله فوتبال این تلخ و شیرینا هست و این که من اصلا میذارم رو حساب مسائل فنی. من میخوام این عرض بکنم که یه اتفاقی هم حالا شبیه اتفاق آقا جواد با آقای دایی افتاده، اون تکلی که مو علی رفت رو پای آقا دایی، رفیقینگ خود جواد هم هست دیگه، ایمان هم خب جام جهانی رو اون تکل هم رفت و جام جهانی 2006 ایمان حقش بود تو تیم باشه. حالا آقای برانکو تشخیص داد که ایمان نیاد و یکی از فوتبالیستایی که واقعا اصلا سبک فوتبالش، مدل فوتبالش، یه به نظر من یه آریل اورتگای بود واسه خودش، نحوه زدن ضربات کاش اصلا نیاد. من واقعا حالا نه اینکه دوستمه، حالا ایمان دوستم من نیست، پسر اونم پسر، ولی اصلا تو آسیا به نظر من آقای حاج رضایی تو این 20 سال اخیر رو دست موبلی اونجوری مهندس وسط زمین مثل کامپیوتر بازی کند کنه، توند کنه، ضربه ایستگاهی، اصلا یه چیز استثنایی بود. حالا تو رده ملی به حقش نرسید و اینکه اینم می‌ذاریم تو طبیعت فوتبال و اتفاقات تلخ، در واقع فوتبال هستش و تلخی ها هست، شیرینی ها هست، ولی مهم اینه که در همه حالتاش آدم اون کرامت انسانی رو حفظ کنه. بله بله. و من آقای دایی طبیعتاً همونطور که ببخشید جواد جان، همونطوری که آقای فردوسی پور اشاره کردن، هم به شما هم به آقای پژمان خان که اینها اصیل هستن، ناصر سفره پدر مادر بزرگشن. آقا جواد یه بارم در اصفهان یه اتفاقی براش رخ داد، برگشت به یک نفر که حالا اسم نبریم، گفت من سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم و تمرین رها کرد رفت رخیم و آره. و من که اونجا شاهد بودم، واقعا دلی و قلبی و منطقی با ایشون بودم، دیدم باید اینو میگفت، باید جواب میداد. ممنون شما، لطف دارید. آره علی دایی صحبت شد، من یه بار دیگه بگم، شنبه
ساعت احتمالاً حوالی 2 بعد از ظهر با علی دایی انشاءالله اگه اتفاق غیر مترقبه رخ نده در خدمتتون هستیم. قبل از ایران ژاپن و صحبت خواهیم کرد. آقای عادل خان صحبت تیم ملی شد، من یه صحبت در مورد جام جهانی 2006 بکنم. من به آقای سهراب بختیاری‌زاده میگفتم آقا سهراب من اینو بالاخره یه جا میگم ها، گو نمیتونی بگی. خب من تو تلویزیون که نمیرم، من رو تصویرم سالهاست، ولی اینجا فرصت خوبیه بگم جام جهانی چرا من بازی نکردم. حالا من پستم که آقا مهدی بود، مهدوی که اسطوره و سخت بود بازی کردن، ولی تقصیر سهراب شد. چرا؟ بعد از بازی ایران و مکزیک روز بعد ریکاوری داشتیم، ما باخته بودیم، فشار رو تیمون وحشتناک بود. برانکو واسه ذخیره های تمرین گذاشت، یه 2200 متر رو بود با یه سرعت زیادی تقریبا میرفتیم. 8-9 تا ذخیره بودیم دیگه، بازی قبل بازی نکرده بودیم، بازی مکزیکو اومدیم شروع کنیم، سهراب گفت هر کی از من جلو بزنه مثلا کار کشته است، مثلا هر کی جلو بزنه. بعد برانکو عصبانی شد، هی سوت میزد تند، ما همینجوری آروم پشت سر آقا سهراب میرفتیم، حالا لجم کرده بودیم بازی نکردیم بازی قبل. برانکو عصبانی شد، سوت زد، کلاشو انداخت زمین، سوتشو زد زمین. 8-9 نفر بودیم، آقا جزایی اومد تو صورت من انگشتش اینجوری گذاشت تو پیشونی من، فشار داد، گفت تو جام جهانی بازی میکردی ولی دیگه الان هر غلطی میخوای تو اردو بکنی بکن، دیگه بازی نمیکن. حالا جالب اینجا صادق، ما دو تا بازیکنی که جام جهانی گل زدن 2006 یکی آقا یحیی بودی که آقا سهراب جفتشون ذخیره بودن، چون بازی با مکزیک هم شروع مسابقات رحمان رضایی و نصرتی دفاع وسط بودن، دفاع چپ ستار زاره بود و دفاع راست حسین کعبی. روز قبل بازی مکزیک تو 4-2 ستار ربات پاره کرد، محمد رفت سمت چپ، آقا یحیی اومد که گلو به مکزیک زد. و رفتیم سر بازی آنگولا، خود آقا یحیی که گلو زده بود سر بازی پرتغال تک زد، افتاد کتف شکست، سهراب بختیاری زاده اومد تو ترکیب، بازی با آنگولا با سر زد تو گل. تو پرواز داشتیم برمیگشتیم بعد بازی آنگولا، خوشحال یه موزیک هم گذاشته بود، ریلکس کرده بود، جام جهانی گل زده بود، بهش اینجوری نگاه کردم گفتم تقصیر تو شد من جام جهانی گل زدم. میخندیدین، یه اتفاقی بود که تو جام جهانی تصویر توی جام جهانی است. این آرش برانی همشهری مظلوم ما رو گیر آوردی، یه دونه شطرق زدی توی پس گردنش. پس ویدئو؟ ویدئوشو آره آره، هرچی بگی ما، هرچی بخوای ما ویدئوش هست. اینم از تو. چرا زدی اون بیچاره رو؟ آخه چه این کار چه؟ آره این فیلم ها داریم میره تو پرسیان ها با میدین که اصلا دوربینی نبود اون موقع، من نمیدونم اصلا موبایل نبود که فیلم بگیری، یکی با این دوربین های فیلم برداری عروسی ها داشت فیلم میگره. دقیقه 3-4 هیچ به نفذ ما، دقیقه 3 آیه آدم ما یادتونه پرسپولیس رفتیم فینال جام حذفی با سپاهان. این دیگه نکته این فیلمه دیگه نکته نداره؟ میخوام رو همین بگم. خب بگو. نه میگم پخش فیلمه رو نمیخواید. آره ما رفتیم فینال، بین آقای علی آبادی و آقای دادکان اختلاف بود. بله بله. فینال قبل جام جهانی برگزار شه پرسپولیس سپاهان یا بعد جام جهانی؟ چون وقت نبود دیگه تصمیم گرفته شد آقای دادکان خب فینالو انداخت بعد از جام جهانی، که منم اصلا کلا فینالو از دست دادم و سال بعد رفتم امارات، اون فینالو با پرسپولیس بازی نکردم. اینجا بحث بازی سپاهان پرسپولیس بود، رضا عنایتی و آرش داشتن گزارش میکردن، دقیقه 10 پرسپولیس 0 سپاهان 4 نمیدونم چجوری گزارش میکردن. آرش هم خیلی پسر خوشقلبیه، من خیلی دوستش دارم دیگه، حالا اینجا یه شوخی انجام دادم، یه واسیادنی زدم، همینجا ازش معذرت خواهی میکنم، ولی خب این تو عالم شوخی بود و آرش هم هنوز بازیکن استقلال نبود که این حساسیت الان وجود داشته باشه. بنده خدا تو فضای مجازی الان تا یه چیز در مورد پرسپولیس میگه این ویدیو متأسفانه وایرال شده. آقای آدکان یه خاطره از آرش بگم؟ بفرمایید. کلا آرش بچه خوب خوشقلب، یه ذره شیرینم میزنه و خودت هم اینجوری، کلا شما این مدلی هستی تو خوبی. دوبه بودیم، آرش اومده بود از نصر، من تیم اشب بودم، تیمم مال شهر شارجه بود، یه رو تا دوبه فاصله داشت. بعد آرش به من زنگ زد، زنگ زد گفت که جواد کجایی؟ گفتم خونه. گفت پاشو بیا پیش من. گفتم آره ساعت 10:30 شب. فرق گفت نه بیا برات سورپرایز دارم. گفتم سورپرایز چیه؟ گفت یکی از خواننده های لس آنجلس اینجاست، پاشو بیا. منم خوشحال آقای
هدل خوند، گفتم حتما اونجا بوهوهای کنسرت ها بود، خانمای لس آنجلسی خواننده‌ای که اسطوره ما بودن اونجا زیاد بودن، منم خوشحال گفتم برم، اومدم یک دو دست کت شلوار پوشیدم اینا، منم کدوم با کلی استرس توش گرفتم رفتم خونه آرش، قرار بود سورپرایزم کنه، کلی خوشحال که کیو قراره ببینم، در رو باز کردم دیدم آقای داوود بهبودی نشسته اونجا. حتی آقای داوود بهبودی قابل احترام من بابند خدا رو اون نه نه منظورم اینه که من انتظار یه خانوم رو داشتم، یه خانوم خواننده و اینجوری قرار بود آرش منو سورپرایز کنه، یه دفعه دیدم آقای داوود بهبودی نشسته. البته خب چند تا آهنگ خیلی خاطره انگیز داره آقای بهبودی که شالا من اگه یه زمانی عروسی کنم یکی از آهنگاش که شب عروسی حتما پخش میشه. نه حالا دیگه با هر کی. ولی کلا آرش گفتم آرش این چه سورپرایزی بود، من فکر کردم یه خواننده های خانم اینجاست، شروع کرد خندیدن و یه خاطره خیلی خوب بود. و اینکه بابت این ویدیو واقعا اگه یه سوء تفاهمی بوده من همینجا از آرش معذرت می‌خوام. آقا دیگه بحث کم کم تمام کنیم، ساعت چند شد؟ ساعت 11:45. اوه تاجیکستان دیدید شما چقدر تیم دوست داشتنی و یعنی شعار دارن تاجیکستان به پیش، بعد فارسی زبان هم هستن، تیم جذابیه و دیگه تیم جذاب داشتیم تو این تورنمنت. خدمتتون عرض بکنم که دفعه اولش هم بود اومده بود دیگه. آره آره. و حالا به هر حال تا اینجام که اومدن خیلی کار مهمی کردن، همونطور که شما گفتید دوست داشتنی هست، یعنی نه به خاطر نوع فوتبالشون، یه خود همچین آقا منش هست، اینجوری میخوام بگم، دنبال اون چیز لغت اصلی نمیتونم بگردم پیدا بکنم، به دل میشینن اینجوری هستن. فوتبالشون هم جذاب بود، خوب حمله میکردن، ضد حمله میزدن، بازی خوبی انجام دادن. خیلی هم خوب، خیلی ممنون امیرخان آرجزایی، خیلی من خیلی کیف کردم، اصلا لذت بخش بود بعد از سالها در قالب یک برنامه به طور زنده در کنار هم با مردم صحبت کردیم. الان همیشه همدیگر میدیدیم تو این سالها. شما بسیار عزیز هستید، بسیار دوست داشتنی، محترم، شریف، اصیل، نجیب. خواهش میکنم. دیگه این صفت در واقع تفضیلی که کم میارم برای شما. شما محبت دارین، لطف دارین. ایشالا همیشه سالم باشی، سایتون با سر خانواده باشه، خانوادتون در سلامت کامل باشند. و جواد عزیزم که میدونه من چقدر قلبا دوستش دارم، و اگه صحبتی دارید. بله، من در واقع تکرار صحبت اول برنامه است. خیلی ممنون شما هستم، سپاسگزارم که لطف کردید این فرصت برای من فراهم شد که بعد از 5 سال مقابل مردم بنشینم و بگم چقدر دوستتون دارم و از شما سپاسگزارم. اون چیزی که در مورد من گفتید، شما یه مقداری از شرایط روحی من با خبرید. بله. برای من انرژی، من احساس میکنم که هنوز زنده‌ام، هنوز نفس میکشم و زندگی رو راحت‌تر از قبل میتونم ادامه بدم و میدونم مقاومتم بالاتر ببرم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای فردوسی پور، در طول تمام اون بیش از 2 دهه همیشه مورد محبت شما بودم، ولی شب‌های خیلی زیبایی بوده که کنار هم گذروندیم، اما امشب برای من یک شب واقعا ماندگاریه که شما فرصتش رو فراهم کردید که من مقابل مردم عزیز و دوست داشتنی بشینم، باهاشون صحبت بکنم. و همونطور که اشاره کردم، آدم مطمئن نیستش که آیا بار دیگه ای وجود داره، حتما وجود نداره. اگر ما نقاقل ناامیدانه نمیخوام به زندگی نگاه بکنم، ولی به هر حال با توجه به شرایطی که وجود داره من این حس دارم هست. خیلی خیلی از شما ممنونم به خاطر اینکه اجازه دادین خالصانه با مردمم صحبت بکنم و بهشون بگم چقدر دوستتون دارم. ببخشید که زوری ندارم که براتون کاری بکنم، ببخشید که استطاعتی ندارم،
که در خور شما باشه و فقط همین. آقا من از طرف مردم ایران شما نزدیک هستم، ببوسم به تو. خواهش میکنم قربونت برم. مرسی عزیز هستید و دوست داشتنی در قلب من، یکی که خیلی جا دارید و حتما مردمم شما رو بسیار دوست دارم. جواد شما رو میگم صمیمانه دوست دارم. قربونت برم آقا جزایی، منم واقعا از صمیم قلب دوستتون دارم. برمیگرده به گذشته که بچه بودیم پای تلویزیون فوتبال میدیدیم، چه موقعی که مربی تیم ملی بودید، چه موقعی که به عنوان کارشناس بودید، با اون صدای گرمتون، تحلیلاتون، مثالاتون همیشه قابل احترام بودید. خیلی خوشحال شدم من نزدیکی دیدمتون بعد از سالها. خواهش می‌کنم. و امیدوارم که اتفاقاتی بیفته که بتونیم با آقای عادل خان با شما بتونیم یه جام جهانی رو مثل یه برنامه مچ آف دی بتونیم برگزار کنیم. عادل تواناییشو داره، چرا که نه؟ از تردید شک نیست. مرسی که هیچ تردیدی نداره. خیلی خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز 360 هم، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم. ساعت 10 دقیقه به 12 شب هست. اون عزیزانی که لایو با ما همراه بودن از طریق اینستاگرام یا یوتیوب یا تلگرام که خب خداحافظی میکنم ازشون. اون عزیزانی هم که نتونستن به هر دلیلی همراه ما باشن، بعداً از طریق یوتیوب و در واقع اپلیکیشن و سایتمون، فکر کنم 2 ساعت خورده شد برنامه امشب ما از قبل بازی و بعد از بازی ببینید و فکر میکنم خوشتون بیا، لذت ببرید، گفتگوی گرم و صمیمانه فکر میکنم شد. ممنون از شما. تا شنبه که با بازی ایران و ژاپن در خدمتتون هستیم حوالی ساعت 2 بعد از ظهر، همتون رو به خدای بزرگ و معنا میسپاریم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.